سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما ادامه فصل 3 شیمی 12 رو در خدمتتون هستیم. هفته قبل مباحث اولیه‌اش شروع کردیم. اول میخوایم یه سری از تستایی که از قبل مونده رو رفع اشکال بکنیم، بعد ادامه میدیم و امروز میخوایم اول جامدهای کووالانسی رو بگیم، بعد وارد بحث جامدهای مولکولی هم خواهیم شد انشاءالله. صفحه 6 تست های سطح اول 1، چند تا سوال مونده من براتون حل بکنم. سوال 1 گفته کدام گزینه درست است؟ با هم بررسی کنیم کدام گزینه درست است. خب جواب میشه گزینه 2. اشکال گزینه 1 گفتیم علت رنگ سرخ توی خاک رس به خاطر آهن 3 اکسیده، Fe2O3، آهن 3 اکسید. گزینه 2 گفته در میان اکسیدهای فلزی موجود در خاک رس اکسید فلزهای واسطه نیست دیده می شود. بله Fe2O3. گزینه 3 استحکام سازهای سنگین نوعی اکسید فلزیه. نکنید ما گفتیم استحکامی که تو اینا می بینیم به خاطر SiO2 که SiO2 یه اکسید شبه فلزه نه فلز. SiO2 سیلیسیوم دی اکسید. پس این غلطه. عبارت 2، عبارت گزینه 4 SiO2 یه جامد کووالانسی سخت و محکمه، این نرمی اشتباهه، بعد دیگه سخت و محکم. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 2. سوال 1 گزینه 2. بریم سوال بعد. کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل میکند؟ ماده اصلی سازنده بسیاری از سنگ ها، صخره ها و شنوماسه ماده است که چیه؟ SiO2. ماده ای که ما میخوایم بررسی کنیم SiO2 که درصد خیلی بالایی داره، 46% بود، جامد کووالانسیه و بنابراین میگیم که این ماده درصد خیلی بالایی توی خاک رس داره. میشه گزینه 4. جواب گزینه 4ه. اشکال گزینه 3 جامد کووالانسی مثل SiO2 تا آخر کووالانسه، اصلا نیروهای بین مولکولی داخلش وجود نداره، ساختارش هم یونی نیستش، اینم مولکول. نکنیم ما گفتیم که این لفظ مولکول رو فقط برای جامدهای مولکولی مثل آب، یود، اینا استفاده میکنیم. ما نمیتونیم بگیم که مواد کووالانسی از مولکولهای مجزا ساخته شدن، به خاطر اینکه یه شبکه یک پارچه از اتم ها هستن که خیلی منظم کنار هم قرار گرفتن. پس این گزینه 1 هم غلط، جواب میشه گزینه 4. بریم سوال بعد. در کدام گزینه در ارتباط با نوعی خاک رس که جدول اجزای آن در زیر آمده است مقایسه به درستی صورت گرفته است؟ خب با هم بررسی کنیم. گفته درصد جرمی قبل و بعد از پخت همواره آب بیشتر از سدیم اکسیده که غلطه. وقتی که پخت اتفاق میفته چون آب یه ماده مولکولی خارج میشه پس درصد آب کم میشه، پس این غلطه. نسبت آنیون به کاتیون SiO2 که اصلا یونی نیست که بخوایم درباره نسبت آنیون به کاتیونش بحث بکنیم، اینم غلط. تعداد پیوندهای کووالانسی در هر مولکول، ببینید باز دوباره SiO2 بر اینکه ما برای SiO2 از لفظی مثل مولکول استفاده کنیم اشتباه داریم انجام میدیم. درصد جرمی منیزیم اکسید در خاک رس قبل از پخته شدن نسبت به بعد از پخته شدن کمتره. ببینید گفتیم وقتی که فرایند پخت اتفاق میفته آب خارج میشه، جرم کل اون کم میشه، پس درصد جرمی بقیه ماده هایی که باقی میمونه زیادتر میشن. پس جواب میشه گزینه چند؟ 4. بریم سوال بعد. چه تعداد از مواد زیر به ترتیب جامد مولکولی، جامد یونی، جامد فلزی میباشن؟ من همه رو بررسی کنم. Al2O3 یونی، H2O مولکولی، Na2O یونی، Fe2O3 یونی، MgO یونی، Au فلزی. جواب کدوم گزینه میشه؟ میشه گزینه 2. ببینید گفتیم فلز نافلز یونی، آلومینیوم با F و O یونی با بقیه پیوند کووالانس داره و فلزهای واسطه هم که فلز زنگی واسطه ها فلزه، مثلا Au فلزه، میشه گزینه 2. سوال 5. خب سال 5 و سال 6 دو تا مسئله هستن، بعد براتون حلشون کنم. مسئله درصد جرمی هن. با هم حل کنیم. خب دقت کنیم. ببینید اینجا من یه بار دیگه اون نکته‌ای که دفعه قبل خدمتتون گفتم باز میگم.
اینجا ما درصد جرمی رو لازم نیست که در حد فصل 3 شیمی خیلی مفصل بریم مثلا 50 تا مسئله درصد جرمی حل کنیم، نه نیازی نیست. اینجا به بیشتر منظور بررسی درصد جرمی اجزای سازنده خاک رس قبل و بعد از پخته، این برای ما مهمه، خوب دقت کنیم. گفته با توجه به جدول زیر که درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طلا را نشان می‌دهد، اگر ترکیبات آلومینیدار دیگری در دیگر مواد وجود نداشته باشد، در یک کیلوگرم از این نمونه خاک رس چند گرم آل وجود دارد؟ چند گرم آل، اتم آلومینیوم. خب ما آل 2-3 رو داریم اینجا که آل داره، بعد گفته تو این دیگر مواد ما دیگه آلومینیوم نداریم، خودش گفته، صورت سوال گفته. خب ما چند گرم داریم؟ یک کیلوگرم داریم. خب ما میگیم که توی 100 گرم از این خاک رسه ما 37.74 گرم آل دو سه داریم، پس توی یک کیلوگرمش میشه 10 برابر دیگه، توی 100 گرم اینقدر باشه، توی 1000 گرمش 10 برابر میشه. پس ما 37.74 ضرب در 10 گرم آل دو سه داریم که هر 102 گرم آل دو سه دو تا آل داره، یعنی 2 ضرب در 27 گرم آلومینیوم داره. آل دو سه دو تا آل داریم دیگه، 2 ضرب در 27، جرم مولی آل 27 گرم بر مول، ضرب میکنیم که با هم ساده هم میشن، فکر کنم اعداد با هم دیگه ساده بشن. اگر محاسبه کنید و ساده کنید گزینه 3 میشه. پس نها کنید آل دو سه هر یه مولش دو تا آل داره، یعنی هر 102 گرمش 2 ضرب در 27 گرم آلومینیوم داره. بریم سوال بعد. با توجه به جدول زیر که درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طلا را نشان میدهد، اگر در این خاک با جذب رطوبت درصد جرمی آب به 20% افزایش یابد، درصد جرمی منیزیم اکسید در این نمونه به چند درصد میرسد؟ خوب دقت کنید. گفته که یه نمونه خاک رس داریم، آب یعنی رطوبت جذب میکنه، من نمیدونم چقدر جذب میکنه، ایکس میگیرم، یعنی گرم آب 13.32 بوده به علاوه ایکس میشه. خب حالا دقت کنید وقتی که آب جذب میشه این گرمی که اضافه میشه به گرم کل هم اضافه میکنه. اگر ما اول درس گرم کلمون رو 100 گرم فرض کنیم، درصد جرمی داریم دیگه، تو سوالای درصد جرمی میتونید گرم کل رو 100 گرم فرض کنیم. وقتی ما سوال درصد جرمی داریم گرم کل رو 100 گرم فرض میکنیم و میگیم که مقداری آب اضافه میشه، اون گرم آبی که اضافه میشه به گرم کل هم اضافه میکنه. یعنی اگه ما گرم اولیه رو بگیریم 100 گرم، بعد اینکه آب جذب میکنه میشه 100 به علاوه x گرم، یه x اضافه میشه بهش. حالا خوب دقت کنید، میگم بعد از جذب آب، بعد از جذب آب یا جذب رطوبت درصد H2O چقدر شده؟ خودش گفته 20%. درصد H2O میشه جرم H2O به جرم کل. من نمیدونم چقدر جذب شده، x میگیرم، 13.32 به علاوه x، جرم کلمون 100 به علاوه x، این ضرب در 100 شده 20%. که حالا میتونید 1/5 بگیرید دیگه، یعنی اینو 20 به 100 رو با هم ساده کنید میشه 1/5. از اینجا x تون به دست میاد، x تون اگه حساب کنید میشه 8.35 گرم، x مساوی است با 8.35 گرم. یعنی ما 13.32 گرم آب داشتیم توی 100 گرم، بعد 8.35 گرم دیگه آب جذب کردیم که این گرم آبی که جذب کردیم به گرم کل هم اضافه میکنه. حالا نکنید درصد جرمی منیزیم اکسید، میگم درصد MgO میشه جرم MgO به جرم کل. جرم MgO چقدره؟ 44 گرم. گرم کلمون چقدره؟ یه 100 که قبلا بوده، یه 8.35 گرم که دوباره جذب کردیم، ضرب در 100.
میشه 44 صدم تقسیم بر 100 به علاوه 8 ممیز 35 که قطعا از 44 صدم کمتر خواهد شد، که اگر محاسبه کنید میشه 41 صدم. جواب گزینه دو هستش. خوب دقت کنید، ببینید وقتی که آب جذب میکنیم هم به گرم آب اضافه میشه هم به گرم کل اضافه میشه. وقتی که حرارت میدیم آب تبخیر میشه، وقتی که توی کوره قرار میدیم هم گرم آب کم میشه هم گرم کل کم میشه. و این حواستون باشه، از گرم کل هم بعد حتما تو محاسباتتون دقت کنید که ممکنه تغییر بکنه. پس من اول اومدم ببینم که چقدر آب جذب کرده، بعد گفتم حین این فرایندی که آب جذب کرده گرم MgO ثابته ولی گرم کل زیاد میشه، ضرب در صد مساویه درصد جرمی میذاریم میشه 41 صدم درصد. اگه میخواید بنویسید بریم قسمت بعدی. خب بریم تست های ساعت اول دو. تست های ساعت اول دو سوال یک و دو و سهش مونده، بقیه شو من براتون حل کردم. سوال یک گفته کدام گزینه این عبارت رو به درستی کامل نمی کنه. سیلیسیوم خالص جواب میشه گزینه دو، برخلاف کربن خالص نقطه ذوب بالایی دارد. ببینید خوب دقت کنید، هم سیلیسیوم و هم کربن که الماس و گرافیت میشه جامد کووالانسی هست، و گفتیم جامدهای کووالانسی نقطه ذوب و جوش خیلی بالایی دارن، یعنی بین جامدهای مختلف اول جامد کووالانسی، بعد جامد یونی، بعد جامد فلزی، بعد جامد مولکولیه، مولکولی آخره. هم سیلیسیوم و هم کربن خالص جامدهای کووالانسی هستند و نقطه ذوب بالایی دارن، میشه گزینه دو. بقیه عبارت ها درستن. سوال دو بریم ببینیم. ویژگی های رفتاری سیلیس مانند حالت فیزیکی جامد در دما فشار اتاق، بعد سختی، دیرگداز بودن با CO2. ببینید CO2 یک ماده مولکولیه، این تفاوت هاشو نشون میده، میشه گزینه 3. CO2 یه ماده مولکولیه نرم، نقطه ذوبش خیلی پایینی داره، تو دمای اتاق به حالت گازه. دقیقا برعکس SiO2 یه جامد کووالانسی نقطه ذوب و جوش خیلی بالایی داره، سخت، دیر ذوب، اینا همش با هم دیگه است. یعنی SiO2 یه ماده کووالانسی یا جامد کووالانسیه ولی CO2 یه ماده مولکولیه، میشه گزینه 3. بریم سوال 3 که اینم بگیم بعد بریم ادامه بحثمون. کدام عبارت ها صحیح هستن؟ عبارت الف، ساختار سیلیس که یک جامد کووالانسی است به صورت دو بعدی می باشد. نه، ببینید توی هم جامدهای کووالانسی هم تو جامدهای یونی هم تو جامدهای فلزی این ساختار بلوری منظم ما تو هر سه جهت ادامه پیدا میکنه. یعنی ما یه ساختار داریم، یادتون باشه یه مثال زدم براتون، گفتم شما فرض کنید که یه مکعب دارید از این حبه قندا، این حبه قنده داره بی نهایت بار تکرار میشه، تو هر سه جهت تکرار میشه. پس عبارت الف عبارت غلطیه. عبارت ب، در ساختار سیلیس فقط پیوندهای یگانه SiO مشاهده میشد. بله ساختارشو براتون نصب کردم، SiO 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 SiO، همینطور ادامه پیدا میکنه، یکی در میون O و Si داریم، این درسته. در ساختار سیلیس هر اتم سیلیسیوم با دو اتم اکسیژن پیوند در قرار کرده، غلطه. هر یه دونه سیلیسیوم با چهار تا، ببینید یه اتم سیلیسیوم بعد به آرایش هشتایی برسه دیگه، هر یه Si به چهار تای دیگه متصل میشه. پس عبارت پ غلط، ب درست بود. در ساختار سیلیس هر اتم سیلیسیوم با کمک پل اکسیژن به چهار اتم سیلیسیوم دیگر متصل شده. بله درسته، عبارت ب درسته، عبارت ت هم درسته، جواب میشه گزینه 3. ب و ت درستن، گزینه 3. خب بقیه سوالا رو که با هم دیگه حل کرده بودیم دفعه قبل بریم ادامه بدیم. خب ما رسیدیم به ساختار الماس و گرافیت که من یه توضیح اولیه دفعه قبل خدمتون دادم ولی کامل نکردم بحثمو. این ساختار الماس و گرافیت رو با هم دیگه بررسی کنیم. تیترمون درسته فکر کنم، از صفحه قبل رو بیارید. بله ما دفعه قبل
یه بحث کوتاهی درباره الماس و گرافیت کردیم، گفتیم الماس و گرافیت آلوتروپ های کربن هستن که بین الماس و گرافیت، گرافیت پایدارتره، یعنی آلوتروپ پایدارتره، کربن رو گفتیم، گرافیت گفتیم، آلوتروپ میشه حالت های مختلف یک عنصر که پایدار هستن، مثلا کربن، الماس و گرافیت که گرافیت پایدارتره، اکسیژن O2 و O3 که O2 پایدارتره، بعد ما بدونیم که کدومشون پایدارتره. خب من ادامه بدم، خوب دقت کنید، یه اگه میشه تخته من بدید. من میخوام ساختار الماس و گرافیت رو اول براتون رسم بکنم، توضیحاتش رو بگم که خوب متوجه بشید، بعد بریم نکاتش رو با هم بررسی کنیم. ببینید ظرفیت کربن، ظرفیت کووالانس کربن 4ه، کربن گروه 14 4 تا کووالانس میده، به گروه 18 میرسه، به آرایش گاز نجیب میرسه. ما دو تا کووالانس نداریم برای کربن، دو تا بده که اصلا به آرایش گاز نجیب نمیرسه. خب نگاه کنید توی ساختار الماس، من اول الماس رو براتون بررسی کنم. الماس هر یه اتم کربن به 4 تا اتم کربن دیگه متصله، بعد دوباره بعدی هم به 4 تا دیگه متصله، این یکی هم به 4 تا دیگه متصله، همینطور ادامه پیدا میکنه. یه ساختار سه بعدی و منظم از اتم ها که تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. خب این ساختار الماس، هر یه اتم کربن با 4 تا پیوند یگانه به 4 تا کربن دیگه متصله، مرتع پیوند چنده؟ 1. این الماس. حالا ساختار گرافیت رو با هم بررسی کنیم. خوب دقت کنید، گرافیت نکته داره. گرافیت که گفتیم آلوتروپ پایدارتر کربن میشه گرافیت. نگاه کنید تو ساختار گرافیت، هر یک کربن به 3 اتم کربن دیگه متصله. خب من یک کربن رو باید بیارم بالاتر. هر یک اتم کربن به 3 اتم کربن دیگه متصله، دوباره اینم به 3 تا، و این حلقه ها ادامه پیدا میکنن. باز اینا ادامه پیدا میکنن و دوباره اینم به بعدی وصله، اینم به بعدی وصله، همینطوری اینا دوباره حلقه تشکیل میدن با هم دیگه. هر یه اتم کربن به 3 اتم کربن دیگه متصله. حالا شاید بگید که آقا هر یه اتم کربن که بعد 4 تا کووالانس میداد، چرا الان 3 تا الان متصل شده؟ میگیم که برای هر کدوم از اتمای کربن یه دونه الکترون تک باقی میمونه. یه الکترون با هم دیگه، یه الکترون باقی میمونه برای هر کدوم، که حالا واسه بقیه هم اینطور هست. حالا این کربن ها این الکترون های تکشون رو میتونن با هم دیگه پیوند دوگانه بدن. ما میگیم که الان مثلا برای این کربونه، حالا ما یه پدیده‌ای داریم به نام رزونانس که حالا شما نخوندید، من نمیتونم خیلی وارد بحثش بشم، ولی خیلی ساده خدمتتون میگم، این کربن میتونه با هر سه تا کربن متصل به خودش پیوند کووالانس بده، یعنی این الکترونای تکش رو یا با این جفت کنه، یا با این جفت کنه، یا با این جفت کنه، یعنی یکی از این سه تا پیوند چیه؟ دوگانه است، یه دونه از این سه تا. نکنید این الان یه دونه الکترون داره، هم با این هم با این هم با این میتونه پیوند دوگانه برقرار کنه، احتمالشون هم با هم برابر، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، بنابر این با یک کدوم از این سه تا پیوند دوگانه برقرار میکنه، یکی از پیوندها دوگانه است، یعنی برای هر کربن یکی از پیوندها دوگانه است. دوباره اینم همینطور، این یکی هم همینطور. خب حالا نکنید ما میگیم تو ساختار گرافیت هر یه اتم کربن، به لغت هایی که دارم میگم دقت کنید، هر یه اتم کربن به 3 اتم کربن دیگه با 4 پیوند کووالانسی، ببینید هر یه کربن به 3 تا کربن دیگه با 4 تا پیوند کووالانسی متصله، و این الکترون های تک، این الکترون های تکی که برای هر کربن وجود داره اصطلاحا غیر مستقرن، اصلا رزونانس یعنی غیر مستقر بودن الکترون های یه مولکول، و میتونن تو ساختار حرکت کنن، توی لایه حرکت کنن، برای همین میگیم که گرافیت رسانای جریان برقه. حالا نگاه کنید بحثمون تموم نشده، خوب دقت کنید، این یه لایه گرافیت بود.
حالا توی لایه بعدی هم دوباره همین اتفاق میفته، یعنی این فرایند تا آخر لایه میره، دوباره توی لایه بعدی ما اتم های کربن رو داریم که به همدیگه متصلن، هر یه اتم کربن به سه اتم کربن دیگه متصله، دوباره اینا ادامه پیدا میکنن، این یه لایه دیگه است. و بین لایه ها نکنید، بین لایه ها دیگه ما پیوند کووالانس نداریم، بین لایه ها دیگه پیوند کووالانسی وجود نداره، اینجا دیگه پیوند نداریم. حالا یکم فاصله شون رو بیشتر میکشیدم چون میخواستم این شکل شما خوب بهتر ببینید، این رو یکم بزرگ کشیدم. یعنی اون یه لایه، دوباره لایه بعدی، دوباره لایه بعدی. ما اصطلاحا میگیم که نکنید توی گرافیت، که الان یه فیلم هم با هم میبینید، توی گرافیت ما توی لایه ها پیوند کووالانسی داریم، این یه لایه، اینم یه لایه دیگه، ولی بین لایه ها دیگه پیوند کووالانسی وجود نداره و این لایه ها میتونن رو همدیگه بلغزن. بر هم میگیم که گرافیت نرمه، هم رسانای جریان برق و هم نرمه، میتونن رو همدیگه بلغزن. به عنوان مغز مداد از گرافیت استفاده میکنیم و به خاطر اینکه رسانا هم هست توی الکترود سلول های الکترولیتی از این استفاده میکنن. پس نخواهید خوب دقت کنید، الان اینجا توی الماس مرتبه پیوند چنده؟ کنار همدیگه بنویسیم، مرتبه پیوند توی الماس میشه یک، مرتبه پیوند توی گرافیت چنده؟ باز این یکم مطلبش یه ذره بیشتر از کتابا، ولی چون شکلش رو رسم کردم بهتون میگم. نگاه کنید، برای هر یک کربن این سفیده رو که داریم، بعد این زرده میتونه هم با این باشه، هم میتونه با این باشه، هم میتونه با این باشه، احتمالش با هم برابره. اصطلاحا میگیم مرتبه پیوند این پیوند کربن با کربن 1 و 1/3، 1 و 1/3. یعنی این پیوند دوگانه بین هر ستا اینا میتونه قرار بگیره. حالا برای اینکه یکم بیشتر از کتاب، شما بدونید که مرتبه پیوند توی گرافیت بیشتر از یگانه است، همین بیشتر از یگانه بدونید کافیه. و گرافیت به خاطر اینکه الکتروناش میتونن حرکت بکنن، رسانه جریان برق جامد کووالانسی دو بعدی، الماس جامد کووالانسی سه بعدیه. بعد ببینید ما چون توی گرافیت بین لایه ها دیگه پیوند کووالانسی نداریم، اولا بهش میگن جامد کووالانسی دو بعدی، دوان یکم فضای خالی ایجاد میشه دیگه، چگالیش کمتر میشه، چگالی گرافیت از چگالی الماس کمتره. حالا یه نکته دیگه، ما قبلا گفته بودیم بهتون که الماس رسانایی الکتریکی نداره ولی گرافیت رسانایی الکتریکی داره، که الان علتش هم میبینید دیگه، به خاطر اینکه الکترون های اون الکترون های تک هر اتم کربن میتونن حرکت بکنن، گرافیت میتونه هادی جریان برق باشه، ولی الماس به خاطر اینکه اصلا الکترون آزاد نداره هادی جریان برق نیست. بعد ما میگیم که توی ساختار الماس اتم ها خیلی منظم، خیلی شبکه‌ای و به شکل بلور به همدیگه متصل هستن، شما یک کدوم از اینا رو مرتعش کنید همشون مرتعش میشن. بنابراین میگیم که الماس هدایت گرمایی خوبی داره. ببین تو مراجع شیمی نوشتن که هدایت گرمایی الماس 5 برابر مسه. چرا؟ چون یک کدومو که شما مرتعش میکنید همشون تا آخر مرتعش میشن. این ساختار الماس و گرافیت، جامد کووالانسی سه بعدی، جامد کووالانسی دو بعدی، که الان شکلای بهترم با هم میبینیم. بریم جزوه. خب ما گفتیم که من برم که شما تصویر بزرگتر رو ببینید، نگاه کنید این ساختار الماس، ببینید تو ساختار الماس، این الماس دیگه، بله. خب تو ساختار الماس همه اتمای کربن با پیوند کووالانسی به هم دیگه متصلن، یه جامد کووالانسی سه بعدی، الماس خالص زیبا و درخشانه و الماس ناخالص به عنوان ابزار برش شیشه ها استفاده میشه، ولی ابزار اون الماسی که خالص باشه برای وسایل زینتی استفاده میشه، برای جواهرالات استفاده میشه. یه جامد کووالانسی، همش پیوند کووالانسی، نکنید همش پیوند کووالانسی. خب نکنید با هم دیگه گفته بودیم، نکنید دیگر شکل طبیعی کربن است که شفاف، درخشان و شکننده میباشد. دفعه قبل خدمتون اشاره کرده بودم که جامدهای کووالانسی بر اثر ضربه خرد میشن، به خاطر اینکه توی ساختارشون ما کلا فقط پیوند کووالانسی داریم. پیوندهای کووالانسی رو بشکنه دیگه چیزی نیست که اینا رو برگردونه به حالت اولیه. فکر کنم دفعه قبل نکتهشو گفتم، نوشتید اینو. بعد الماس جامد کووالانسی سه بعدی، هر یه اتم کربن به 4 تا پیوند کربن دیگه متصله، یه ساختار سه بعدی و منظم رو ایجاد کرد. بریم صفحه بعد. خب حالا نکنید
الماس و همه جامدهای کوالانسی نقطه زوادوش بالایی دارن. چرا؟ چون شکستن این پیوندهای کوالانسی انرژی خیلی بالایی از ما میگیره. گفتم اول جامدهای کوالانسی، بعد جامدهای یونی، بعد جامدهای فلزی، بعد مواد مولکولی. بعد ببینید، باز اینو دفعه قبل گفته بودم، اگه میخواد بازم اینو بنویسید، ما لفظ مولکول رو، لفظ مولکول فقط برای مواد مولکولی از لفظ مولکول استفاده میکنیم. مولکول های یود، مولکول های آب، مولکول های اندو، اینجا نوشتم نگاه کنید، توی ساختارهای جامد کوالانسی مولکول های مستقل و مجزایی وجود نداره. یه ساختار سه‌بعدی خیلی بزرگ داریم و الماس هم رسانه‌ای الکتریکی نیستش. میخواد برای رسانش گرماییش نکته بنویسید، برای رسانش گرمایی، نکته تو صفحه 12، نکته در الماس به دلیل اینکه همه اتم های کربن، به دلیل اینکه همه اتم های کربن بسیار منظم به یکدیگر متصل هستند، با ارتعاش یکی از اتم ها سایر اتم ها نیز می توانند ارتعاش کنند. بنابراین الماس رسانای گرمای خوبی می باشد. خب این یه نکته که اینجا برای توجه براتون نوشتم که الماس خالص و زیبا توی وسایل زینتی استفاده میشه، الماسی که حالا مصنوعی باشه و ساختگی باشه و خیلی نظم بالایی نداشته باشه توی ساخت مته و ابزار برش استفاده میشه. بریم گرافیت رو بررسی کنیم. گرافیت نهایی نوشتم دیگر شکل دیگری از کربن، سطحش تیر است، الماس شفاف بود، بر اثر ضربه خورد میشه. گفتم جامدهای کوالانسی بر اثر ضربه خورد میشن. بعد گفتم یه جامد کوالانسی دو بعدی، ما بین لایه ها دیگه پیوند کوالانس نداریم. الماس جامد کوالانسی سه بعدی، تا آخر کوالانس داریم. این جامد کوالانسی دو بعدی ساختار لایه‌ای داره، بین لایه ها نیروهای واندروالز داریم بین لایه ها، ولی توی لایه ها، روی لایه ها فقط پیوند کوالانس، بین لایه ها نیروهای واندروالز. بر همین رو هم دیگه میلغزن. گرافیت نرمه، به عنوان مغز مداد از گرافیت استفاده میکنیم. ساختارش رو ببینید، نکنید این گرافیت، این ساختار بلوری گرافیته. توی لایه ها پیوند کوالانس، بین لایه ها که فاصله شون هم زیاده ها، ببینید فاصله بین لایه ها زیاده، بر همین گفتم فضای خالی ایجاد میشه و گرافیت برای همین چگالی کمتری نسبت به الماس داره. نکنید بین لایه ها فضای خالی داریم. این ساختار گرافیت هستش، گرافیت. خب بریم صفحه بعد. نکنید خوب دقت کنید، توی ساختار گرافیت هر یه اتم کربن به سه اتم کربن دیگه متصله، مرتبه پیوند میشه 1 1/3، چون این پیوند دوگانه جاهای مختلف میتونه قرار بگیره و این پیوندهای دوگانه الکترون‌هاشون غیر مستقرن، تو کل فضا میتونن حرکت کنن، بنابراین گرافیت رسانای جریان برق میشه. یه نکته بگم بنویسید، نکته با توجه به این که برای هر اتم کربن یکی از پیوندها دوگانه است، مرتبه پیوند سی سی در گرافیت 1 1/3 است. مرتبه پیوند سی سی در گرافیت 1 1/3 است که از مرتبه پیوند سی سی در الماس بیشتر است. الماس یگانه بود. خب نکنید هر یه اتم کربن توی ساختار گرافیت با 4 پیوند به 3 اتم کربن دیگه متصله. ببینید با 4 پیوند به 3 اتم کربن دیگه متصله، یه ساختار 6 ضلعی ایجاد کرده و یکی از پیوندها دوگانه است. نگاه کنید، بعد چگالی هم براتون نوشتم، چگالی الماس 3.51 که حالا نمیخواد اعدادش حفظ کنی، ولی چگالی گرافیت 2.27 که گفتم چگالی گرافیت از چگالی الماس کمتره، به خاطر اینکه توی گرافیت اون فضای خالی که ایجاد میشه یکم چگالی رو کم میکنه.
از گرافیت توی مغز مداد استفاده میشه و گفتم به خاطر اینکه رسانه جریان برقه به عنوان الکترود توی سلول الکترولیتی هم استفاده میشه. خب بریم صفحه بعد. یه فیلم من براتون بچه آوردم، میخوام ساختار رسانش گرافیت رو با هم دیگه بررسی کنیم. اگه میشه ببینیم. گرافیت به عنوان مغز مداد استفاده میشه. ببینید این حلقه های گرافیته، این حلقه های گرافیت. خب نکنید بین لایه ها ما دیگه پیوند کووالانس نداریم، فقط روی لایه ها پیوند کووالانس داریم. بعد این الکترون های غیر مستقر میتونن حرکت کنن. این الکترون های غیر مستقری است که خدمتتون گفتم و اینا رسانش ایجاد میکنن. گرافیت رسانه جریان برقه. بین لایه ها هم فضای خالیه، ما دیگه پیوند کووالانس نداریم. ببینید بین لایه ها دیگه پیوند کووالانس نداریم. این ساختار گرافیته که گفتیم به عنوان مغز مداد استفاده میشه و رسانه جریان برق هم هست. نکنید اگر داخل یه مدار بذارید لامپ میتونه روشن بشه، به خاطر اون که این گرافیته رسانه جریان برق که گفتم به عنوان الکترود سلولای الکتروریتی استفاده میشه. خب این یه نکته. میخواید یه بار دیگه فیلم با هم ببینیم؟ من یه بار دیگه هم توضیح بدم. گرافیت چون نرمه به عنوان مغز مداد استفاده میشه. این حلقه های شش ضلعی اتمایی کربونه، همش کربونه ها، یه جامد کووالانسی. تو جامدهای کووالانسی مثل الماس و گرافیت ما دیگه عنصر دیگه ای نداریم، همش کربونه. خب این حلقه ها هر یه دونه کربن یه دونه ظرفیت خالی داره، الکترون ها غیر مستقر میشن، روی لایه حرکت میکنن، رسانش ایجاد میکنن و برای همین میگیم که هادی جریان برق میشه. ما میگیم که توی گرافیت روی لایه ها بیشتر رسانش داریم، بین لایه ها رسانش کمی داریم. برای همین رسانه میشه اگه داخل یه مدار قرار بگیره میتونه رسانه جریان برق باشه و لامپ رو روشن کنه. نکنید الان ما توی مدار مثلا به جای یه فلز اگه یه گرافیت قرار بدیم باز این لامپ روشن میشه و رسانش ایجاد میشه. خب بریم صفحه بعد. خب نکنید گفتیم که چگالی الماس از چگالی گرافیت بیشتره. پس توی حجم یکسان چون چگالی الماس از چگالی گرافیت بیشتره، هم جرم و هم شماره اتما توی الماس بیشتره، چون چگالیش بیشتره. طول پیوند، ببینید گفتیم طول پیوند با مرتبه پیوند رابطه عکس داره. توی الماس یگانه بود، توی گرافیت یک و یک سوم بود. پس طول پیوند سی سی توی گرافیت کوتاه‌تره. یعنی آنتالپی پیوند سی سی توی گرافیت از الماس بیشتره. اینجا نوشتم نکنید طول پیوند سی سی توی الماس بلندتره چون یگانه است. اما توی گرافیت ما میگیم که یکی از پیوندها دوگانه است، مرتبه پیوند سی سی توی گرافیت بیشتر از الماس، طول پیوند سی سی توی الماس بیشتر از گرافیته و آنتالپی پیوند توی گرافیت بیشتر از الماسه، که حالا الان تو جدول با هم میبینیم. یه جدول آوردم من همه رو با هم دیگه مقایسه کردم. بریم صفحه بعد. ببینید گفتیم بین الماس و گرافیت کدوم پایدارتره؟ گرافیت پایدارتره. توی فراورده ها CO2، ببینید اینجا CO2 باشه، این گرافیت، این الماس. چون گرافیت پایدارتره سوختنش گرمای کمتری آزاد میکنه. هر چقدر واکنش دهنده ها پایدارتر باشن توی واکنش سوختن گرمای کمتری آزاد میکنن. الان نکنید گرافیت وقتی میسوزه 393، الماس 395 و 14، 1.9 با هم اختلاف دارن. 1.9 قبلا تو فصل 2 شیمی 11 هم داشتیم. چون گرافیت پایدارتره سوختنش گرمای کمتری آزاد میکنه. بعد من گفتم به خاطر اینکه الماس ساختار منظم و سه‌بعدی داره رسانه گرمای خوبیه، پس ظرفیت گرماییش هم پایینه. نوشتم نکنید ظرفیت گرمایی ویژه الماس از گرافیت کمتره. باز اینو یادآوری میکنم، توی الماس ما رسانه الکتریکی نداریم، رسانه گرمایی داریم. توی گرافیت رسانه الکتریکی داریم، رسانه گرمایی نداریم، به خاطر اینکه فاصله بین لایه ها زیاده. خب این مقایسه بین الماس و گرافیت. بریم صفحه بعد. من پایین صفحه 13 یه جدول آوردم، الماس و گرافیت رو با هم دیگه کامل مقایسه کردم. ببینید الماس طول پیوند بیشتری داره، آنتال پیوند کمتری داره و مرتبه پیوند الماس هم چیه؟ کمتره، یگانه است، ولی گرافیت گفتیم 1.1. خب بریم یه ساختار جامد کووالانسی دیگه SiC رو با هم بررسی کنیم. SiC من یه نکته براتون بنویسم. نکته
نکته در بین جامدهای کووالانسی ساختار بلوری الماس SiC و Si شبیه به یکدیگر است، اما SiO2 و گرافیت ساختار متفاوتی دارند. ولی ما گفتیم در حد کتاب درسی ما 5 تا جامد کووالانسی داریم دیگه، الماس، گرافیت، SiO2، SiC، Si. این 5 تا جامد کووالانسی بودن. سه تاشون مثل همن که الان میگم یعنی چی مثل همن. SiC الماس و Si به هم دیگه کاملا شبیه هم، ولی SiO2 گرافیت با اونا متفاوتن. یعنی ما میتونیم بگیم الان ما سه حالت داریم، یه حالت الماس و SiC و Si، یه حالت گرافیت، یه حالت هم SiO2 که اینا با هم دیگه فرق میکنن. حالا ساختار SiC رو با هم بخونیم. سیلیسیوم کربید بهش میگن دیگه، سیلیسیوم کربید. با هم ببینیم یا کنیم این ساختار SiC. ببین دقیقا مثل الماس، همه اتم به هم متصلن، فقط فرقش با الماس اینه که یکی در میون Si و کربن هم دیگه. نها کنید Si کربن، Si کربن، ولی تا آخر همش همینه، هیچ حالتی غیر از این نداریم. یه جامد کووالانسی سه بعدی، پیوندهای SiC SiC کنار هم دیگه قرار گرفتن، فضای خالی کمی هم داریم، کاملا شبیه الماس، یعنی جامد کووالانسی سه بعدی کاملا شبیه الماس. خب یه شبکه قولاسا از پیوندهای سیلیسیوم و کربن داریم توی سه بعد. نگاه کنید دوباره میگم، گرافیت جامد کووالانسی دو بعدی، الماس جامد کووالانسی سه بعدی. بعد کتاب یه کاربرد هم برای SiC گفته، ساینده ارزان قیمت گفته بهش، یک ساینده ارزان قیمت توی تهیه سنباده استفاده میشه. نوشتم Si و SiC ساختاری مشابه الماس دارن، همه ویژگی‌های جامد کووالانسی رو دارن. حالا ببینید یه نکته خیلی مهم، خوب دقت کنید، ما یه نکته مهم میخوایم بگیم. تو همین سه تا ماده مشابهی که الان با هم خوندیم، اگه میشه تخته برم بدید من اول توضیح بدم بعد بیام اینو بهتون بگم. ببینید ما الان گفتیم سه تا ماده، یعنی Si، SiC و الماس ساختار مشابه دارن. خوب دقت کنید بعد اینطوری که مطالب کنار هم بذارید و یاد بگیرید. بعد نکنید توی Si ما پیوند Si Si رو داریم، توی اینجا SiC رو داریم، توی الماس هم که CC رو داریم. خب توی مقایسه شعاع کربن نسبت به سیلیسیوم شعاع کمتری داره، یعنی اگه میخوام طول پیوند اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم، از لحاظ طول پیوند SiSi بزرگتر از SiC بزرگتر از CC. طول پیوند با آنتالپی پیوند رابطه عکس داره، پس آنتالپی پیوند، آنتالپی پیوند برای SiSi کمتر است از SiC، کمتر است از CC، یعنی پیوند CC از همه قوی تره. خب حالا ببینید ما یه بلور الماس داریم، یه بلور سیلیسیوم داریم، یه بلور SiC داریم، میخوایم ضربه بزنیم اینا رو بشکنیم، میخوایم انرژی وارد کنیم اینا رو ذوب کنیم. وقتی که الماس پیوندهای قوی تری داره، بعد انرژی زیادتری صرف بشه برای اینکه پیونداش بشکنه، بنابراین نقطه ذوب و سختی الماس از بقیه بیشتره. دارم میگم فرض کنید نقطه که اینا ساختار بلوریشون مثل همه ها، اگه ساختار بلوری مثل هم باشه میتونید نتیجه رو بگیرید که اونی که آنتالپی پیوند بیشتری داره پیوندهای قوی تری داره، شکستنش سختره، پس نقطه ذوب بیشتره، پس سختی بیشتره. یعنی من میتونم الان نتیجه بگیرم، نتیجه خط آخر مینویسم براتون. نتیجه هم نقطه ذوب و هم سختی الماس بیشتر است از SiC، بیشتر است از Si. این نتیجه شه. این ستایی که ساختار بلوری یکسانی داشتن با هم دیگه، اینو اگه میخواید بنویسید، خب بریم ادامه بدیم.
خب صفحه همین پایین صفحه نگاه کنید، میانگین آنتال پیوند سی سی توی الماس، اس آی اس آی تو سیلیسیوم و اس آی سی توی اس آی سی و اس آی او به این شکل اومده. حالا نگاه کنید، من آنتال پیوند اس آی او رو خودم اضافه نوشتم، کتاب درسی ننوشته. چرا اس آی او از همه اینا بیشتر شده؟ چون یکم قطبیه. اس آی او از لحاظ آنتال پیوند قطبیه. قطبیت، حالا میگم کتاب خیلی اشاره نکرده به این نکته که من دارم میگم و اضافه دارم میگم، چون پیوند اس آی او قطبیه، از لحاظ آنتال پیوند از همشون بیشتره. ولی من اس آی او رو، یعنی برور اس آی او دو رو با اینا نمیتونم خیلی مقایسه کنم. گفتم به خاطر اینکه ساختار برورشون با هم دیگه فرق میکنه. اگر برورها یکسان بود، به این کلمه دقت کنید، اگر برورها یکسان بود شما میتونید بگید اونی که پیوندهای قوی تری داره نقطه ضعف بیشتری هم داره. بریم صفحه بعد، من مقایسه کردم اینا رو. نکنید آنتال پیوند اس آی او بیشتره، بعد سی سی، بعد اس آی سی، بعد اس آی اس آی. ولی از لحاظ نقطه ذوب و جوش و سختی من دیگه اس آی او دو رو با اینا مقایسه نکردم. اول الماس، بعد اس آی سی، بعد اس آی. تو جزوه‌تون هم این اومده. خب اگر بخواد شما نقطه ذوب اس آی او دو رو به اینا اضافه کنید، یکی مونده به آخر میفته. این سه تا که ساختارشون مثل هم بود که من گفتم. اگه فکر کنم صفحه بعد براتون آوردم، اگه میشه صفحه بعد اینو بیارید. نکنید، درسته که آنتالپی پیوند اس آی او بیشتر از بقیه پیوند هاست تو این چهار تا پیوندی که گفتیم، ولی نقطه ذوبش سوم شده. چرا؟ علتش اینه، علاوه بر آنتالپی پیوند، عامل دیگری، بهتر بگیم عامل های دیگری مانند نوع ساختار بلوری، نوع ساختار بلوری هم در نقطه ذوب و سختی اثر دارد. ببینید سیلیس ساختارش با اینا فرق میکنه. پس من نمیتونم بگم که اگر آنتالپی پیوند اس آی او از بقیه بیشتر باشه نقطه ذوبش هم بیشتره. نه، اینا اصلا نمیتونم بگم. اول الماس، بعد اس آی سی، بعد ببینید در حد کتاب درسی شما همین الماس و اس آی سی و اس آی او بدونید کافیه. من نکته اضافه گفتم که اولا آنتال پیوند اس آی او از بقیه بیشتره، دوما نقطه ذوبش سوم میفته. چرا حالا سوم افتاده؟ چون ساختار بلوریش فرق میکنه. توی ساختار بلوری اس آی او دو ما یکم فضای خالی داریم، به خاطر اینکه اون حلقه های شش ضلعی ایجاد میشه، یکم فضای خالی داریم، بر همین نقطه ذوب میاره پایین تر. پس اینجا عامل دیگه غیر از نوع ساختار بلوری هم وجود داره که غیر از آنتال پیوند هم وجود داره که ساختار بلوری هستش که من خدمتون گفتم. خب بریم صفحه بعد. من پایین صفحه 14 اگر ملاحظه کنید کربن و سیلیسیوم با هم دیگه مقایسه کردم. ببینید کربن و سیلیسیوم دو تا عنصر گروه 14 هن. کربن با اکسیژن میشه CO2، سیلیسیوم با اکسیژن میشه SiO2. CO2 یه ماده مولکولیه، SiO2 یه جامد کووالانسیه. CO2 یه ماده است که نقطه ذوب و جوش خیلی پایینی داره و از مولکولهای مجزا ساخته شده. SiO2 یه جامد کووالانسیه سخت، دیر ذوب، با چگالی خیلی بالاست. یعنی میخوایم بگیم که اینکه فرمول دو تا ماده یکسانه نشون نمیده که خواص اینا یکسانه. بعد بریم بررسی کنیم که اینا چی هستن. در حد کنکور و در حد کتاب درسی ما 5 تا جامد کووالانسیه طبیعی داریم: الماس، گرافیت، SiO2، SiC و SiO2. اینا رو بدونید کافیه. یعنی اینا رو باید حفظ کنید حتما. که من اینجا کربن و سیلیسیوم با همدیگه مقایسه کردم. کربن نافلزه، سیلیسیوم شبه فلزه که قبلا گفته بودیم که شبه فلزها رسانه الکتریکی کمی دارن. اینو دقت کنید. خب چند تا اینجا تست داریم میتونیم با همدیگه حل کنیم. گفتیم بین چگالی‌هاشون هم که چگالی الماس از چگالی گرافیت گفتیم بیشتره. خب با هم بررسی کنیم. میخواد سوال چیا رو حل کنیم؟ 1 و 2 و 3 رو حل کنید. 1 و 2 و 3 دو دقیقه بهتون وقت میدم تست 1 و 2 و 3 رو حل کنید.
خب بچه با هم حل کنیم. سوال یک، کدام موارد از مطالب زیر درست بیان شدند؟ الف، مواد مولکولی مانند CO2، H2O و SiO2 در ساختار خود مولکول‌های مجزا دارند. ببین الان SiO2 همین الان گفتم. SiO2 که جامد کوالانسی نیست که مولکول‌های مجزا داشته باشه. اصلا این وجود نداره. گفتیم مولکول‌های مجزا فقط برای مواد مولکولی مثل CO2 و H2O استفاده میشه. پس این غلط. ب، جامد کوالانسی مجموعی از تعداد بسیار زیادی اتم است که با هم پیوندهای اشتراکی داره. این درسته، مشکلی نداره، این درسته. اغلب مواد کوالانسی در دما فشار اتاق به حالت جامد هستن. نه همشون جامدن دیگه، اغلب نداریم که. اینم غلط. عنصرهای اصلی سازنده جامدهای کوالانسی میشه کربن و سیلیسیوم. در طبیعت کربن و سیلیسیوم هستن. بله درسته، این درسته. گرافیت جامد کوالانسی با چینش سه بعدی است. نه همین الان گفتم گرافیت یا جامد کوالانسی دو بعدیه، سه بعدی نیستش. این غلط. عبارت ب و عبارت ت درستن، جواب میشه گزینه دو. اینا رو دقت کنید، نکات ریز دارن. بریم سوال بعدی. کدام گزینه نادرست است؟ علت دیرگداز بودن سیلیس وجود نیروهای بین مولکولی قوی. غلطه. اینکه جامدهای کوالانسی نقطه ذوب و جوش خیلی بالایی دارن به خاطر این هستش که جامدهای کوالانسی پیوندهای کوالانسیشون خیلی قویه. شکستن این پیوند کوالانسی انرژی خیلی زیادی میخواد. پس این غلط. بقیه عبارتها درستن. بریم سال بعد. شکل روبرو نحوه اتصال کدام جامد رو نشون میده؟ نکنین مثل الماس دیگه. این شکلی که الان رسم کردیم مثل الماسه. همه اتم ها پیوند کوالانسی به همدیگه متصلن و یه ساختار سه بعدی منظم از اتم ها رو به وجود آوردیم. پس این میشه جامد کوالانسی. خب سه تا رو حل کردیم، بقیه رو خودتون تو منظر حل کنید. سوال 5 رو با دقت حل کنید. من بحثم چون میخوام ادامه پیدا کنه و کامل بگم، این بحث گرافن هم خدمتتون بگم، گرافن بعد بریم من سوالاتونم جواب بدم. خب بیا کنید، ما یه جامد کوالانسی مصنوعی داریم به نام گرافن که گرافن تکلایه‌ای از گرافیته. الان توضیح میدم خدمتتون که منظورمون چیه. تکلایه‌ای از گرافیت منظورمون چیه رو توضیح میدم. ببینید کتاب درسی گفته، متن کتاب اینجوری که من آوردم اینجا، متن کتاب درسی بعد چند تا نکته میخوام اضافه کنم. گرافن تکلایه‌ای از گرافیت است که در آن اتم‌های کربن با پیوندهای کوالانسی اشتراکی حلقه‌های شش گوشه را ایجاد کردند. ساختاری مانند کندوی زنبور عسل ایجاد شده داخل گرافن. مقاومت کششی، مقاومت کششی یعنی این که ما اینو تا چقدر میتونیم بکشیم و پاره نشه. هر چقدر بیشتر کش بیاد مقاومت کششی بالاتری داره. مقاومت کششی گرافن 100 برابر فولاده، یعنی یه ماده مصنوعی بسیار بسیار پرکاربرد تو صنایع نظامی هستش. ضخامت گرافن به اندازه یک اتم کربن در حد پیکومتر دیگه، پیکومتر میشه 10^-12 متر. بعد یه جامد کوالانسی دو بعدی مثل گرافیت، شفاف و انعطاف پذیره. خب اینو باید توضیح بهتون بدم. برخلاف نکنین این، برخلاف گرافیت، گرافیت شفاف نبود، تیره بود، انعطاف پذیرم نبود، در اثر ضربه خرد میشد. ولی گرافن این خواص ویژه و منحصر به فرد داره که شفاف و انعطاف پذیره. ببینید ما چون میخواستیم از ویژگی های خوب گرافیت استفاده کنیم، اومدیم یه ماده مصنوعی ساختیم که دو بعدیه مثل گرافیت و یه لایه از گرافیته. حالا این لایه از گرافیت اولا شفافه، دوما انعطاف پذیری خیلی بالایی داره که این خواص خوب و گرافیت نداشت و مقاومت کششی خیلی بالایی داره. رسانش هم داره که احتمال جلوتر میگیم رسانشش از رسانش گرافیت هم بالاتره. بعد رسانایی الکتریکی بالایی داره، از گرافیت بیشتره، از گرافیت بیشتره. یعنی ما یه ماده مصنوعی ساختیم که خواص کاملا منحصر به فردی داره و الکترون ها میتونه حرکت کنه. این که حالا رسانایی الکتریکی گرافن از رسانایی الکتریکی گرافیت بیشتره به خاطر اینکه کلا یه لایه است و الکترون ها تو این لایه ها راحت حرکت میکنن دیگه، نمیخواد مثل گرافیت بین لایه ها هم حرکت بکنن.
من یه نکته بگم، نکنید توی این جامدهای کووالانسی که با هم دیگه خوندیم، دو بعدی ها جامده کووالانسی دو بعدی میشن گرافیت و گرافن. حالا جامدهای کووالانسی سه بعدی میشه الماس، اس آی سی، اس آی او دو و اس آی. اینا جامدهای کووالانسی سه بعدی هست. برای گرافن و گرافیت جامدهای کووالانسی دو بعدی هست که ساختارش هم دارید میبینید. نکنید گرافیت، توی ساختار گرافیت ما لایه های مختلف داریم. حالا گرافن یه تک لایه ای از گرافیته، زخامت در حد یک اتمه، خیلی زخامت کمی داره. بریم صفحه بعد. حالا نکنید کتاب درسی روش تهیه گرافن رو خیلی ساده توضیح داد. البته اونی که گفته فقط برای این بوده که شما متوجه بشید که گفته یه قسمتی از مغز مداد یا همون گرافیتو بین دو تا چسب بذارید بکنید، بعد دوباره روی نخواهی. منظورش این بوده این وسط یکم شما مغز مداد بذارید جدا بکنید، بعد دوباره به این یه چسب بزنید دوباره جدا بکنید. انقدر این کار رو انجام بدید که زخامت که میمونه خیلی خیلی کم بشه، ده حد یک اتم بشه. البته گفتم این خیلی برای اینکه شما متوجه بشید بوده و خیلی علمی نیستش. توی آزمایشگاه واقعا این کار رو انجام نمیدن، از روش های دیگه استفاده میکنن. میخواسته بگه که گرافن یه لایه خیلی خیلی نازک از گرافیته. حالا نکنید گرافن گفتیم رسانایی الکتریکی خیلی بالایی داره و از گرافیت رسانایی الکتریکیش بالاتره. کتاب درسی گفته که شما اگر توی مدار، من بیام این ور، اگر توی مدار یه مقداری از یه گرافن رو قرار بدید یا حتی گرافیت رو قرار بدید، لامپتون روشن میشه. این لامپ روشن میشه، چرا؟ چون رسانه جریان برقه. حالا گفته اگر قسمتی از گرافیت یا گرافن رو که توی این مدار قرار گرفته رو فاصلهش رو زیاد کنید، یعنی فاصله این دوتا رو زیاد کنید، یعنی طول قسمتی از گرافیت یا گرافن که تو مدار قرار میگیره بیشتر بشه، ما یه رابطه ریاضی داریم R یعنی مقاومت، میشه رو ال اوم. اگر ال بیشتر بشه مقاومت بیشتر میشه، پس نور لامپ کمتر میشه. الان با همدیگه فیلمش هم میبینیم. ببینید هر چقدر قسمتی از گرافیت که توی این مدار قرار میگیره طولش کمتر باشه، رسانش بیشتره چون مقاومت کمتره. R مساویس با رو ال آ اوم. اینجا نوشتیم براتون اگر شما با یه مداد، با یه مداد نرم یه صفحه مشکی ایجاد بکنید، اون صفحه مشکی میشه یه صفحه گرافیت دیگه، توی مدار بذارید مدارتون روشن میشه. هر چقدر فاصله این دوتا سری که داخل مدار قرار میگیره کمتر باشه، مقاومت کمتر، رسانش بیشتره. که گفتیم که این رسانا بین دوتا قسمت مدارمون قرار میگیره. الان با همدیگه یه فیلم میبینیم که شما بهتر متوجه بشید. هم ببینید، خوب دقت کنید، گرافن برخلاف گرافیت شفافه، الماس هم شفافه، جفتشون هم استحکام بالایی دارن، هم الماس و هم گرافن. گرافن برخلاف الماس انعطاف پذیر بوده. نکنید گفتم الماس و جامدهای کووالانسی دیگه بر اثر ضربه خرد میشن، ولی گرافن انعطاف پذیره، رسانه جریان برق خوبی هم هست، ساختار دو بعدی داره، ولی الماس سه بعدیه. گفتم ببینید ما اومدیم یه ماده به نام گرافن ساختیم که این ماده گرافن ویژگی های منحصر به فردی داره که این ویژگی های منحصر به فرد رو توی طبیعت نمیتونیم ببینیم. گرافن شفاف، انعطاف پذیر، مقاومت کششی بالایی داره، رسانایی الکتریکی خوبی داره. اینا خیلی ویژگی های منحصر به فردی برای ما. خب بریم صفحه بعد. یه فیلم از گرافن با هم ببینیم بچه‌ها. یه فیلم از گرافن، یه فیلم از رسانه الکتریکی گرافیت و گرافن با هم دیگه. خب نخوانید با یه مداد نرم یه صفحه مشکی ایجاد میکنه که این صفحه مشکی یه لایه از گرافیته دیگه. الان اینا یه لایه از گرافیتن. بعد توی مدار قرار میده، بینشون یه لامپ میذاره، لامپ روشن میشه به خاطری که اون صفحه گرافیتی رسانه جریان برقه. حالا میخواد طولش رو کم و زیاد کنه. نگاه کنید میخواد طولش رو کم یا زیاد بکنه. ببینه که با افزایش طول مقاومت بیشتر میشه و روشنایی اون کمتر میشه. ببینید داخل یه مدار قرار داد، نکنید وقتی که فاصله رو کمتر میکنه پررنگتر میشه. ببینید اگه میشه یکم بیاد عقبتر یه بار دیگه این تیکر رو ببینن، میتونیم بیاریم عقبتر یا باید دوباره ببینیم؟ خب دوباره یه بار دیگه ببینیم.
با یه مداد ساده هم شما خودتون هم میتونید آزمایش رو انجام بدید. یه صفحه خیلی نازک از گرافیت ایجاد میکنیم، بینشون لامپ میذاریم، اون لامپ روشن میشه به خاطر اینکه گفتم گرافیت هادی جریان برقه که به عنوان الکترود سلول الکترولیتی هم استفاده میشه. حالا اگر ما فاصله اون دو قسمتی که داخل مدار قرار میگیره رو کم و زیاد کنیم، روشناییمون تغییر میکنه که اگر فاصله کمتر باشه برای اون بهتره، به خاطر اینکه مقاومت کم میشه. ببینید فاصله که کم میشه پرنورتر میشه، ببینید اینجا رو ببینید، چون مقاومت کمتر میشه. از همین وسیله میتونن توی اسباب بازی هم استفاده کنن دیگه. نکنید توی اسباب بازی ها به همین راحتی شما میتونید یه اسباب بازی خوب ایجاد بکنید که با این لامپ روشن میشه، باعث سرگرمی بچه ها ممکنه بشه دیگه. خب این نکته برای گرافن یا گرافیت بود که اینا اگر اون ضخامتشون که داخل مدار قرار میگیره کمتر باشه، رسانششون بیشتره. گرافن تک لایه ای از گرافیت یه جامد کووالانسی دو بعدی هستش. خب من سوالاتون رو جواب بدم. سوالا رو جواب بدیم. خب گفتن که توی لطفاً سوال مرتبط با کلاس بپرسید، ولی برام جواب میدم اشکال نداره. تفاوت هیدروژن های پاک کننده های صابونی و غیر صابونی برابر 4 هستش. خب آقای محمد مهدی این جور سوالا ببینید خوب دقت کنید. غیر صابونی هایی که داخل کتاب درسی اومده فقط با سدیم بوده. غیر صابونی هایی که داخل کتاب درسی اومده فقط با سدیم بوده، ولی صابونی ها با سدیم و پتاسیم و آمونیوم بوده. وقتی که میخواد یه صابونی رو با یه غیر صابونی مقایسه کنین، منظورش بوده که کاتیونش سدیم بوده. اینو حواستون باشه. نه خانم صمیمی، کجای سوال گفته که هنگام پخته شدن 1/3 آب خارج میشه؟ اینو نگفته که. وقتی که ما حرارت میدیم میتونه همه آب خارج بشه. جامد یونی خانم رنجبر کاتیون و آنیون داره، یعنی یه سری کاتیون داره که معمولا کوچیکترن، یه سری آنیون داره که بزرگترن. ولی مواد مولکولی مولکول های مثل N2 O2 H2 هن که مولکول ها بینشون هم فاصله است توی بلور قرار گرفتن. یعنی یونی های آنیون ها و کاتیون ها توی جامد یونی دقیقا مشخص، شما آنیون و کاتیون کنار هم دارید، یه گوی بزرگ یه گوی کوچیک، دوباره گوی بزرگ گوی کوچیک کنار هم دیگه قرار گرفتن. توی صفحه 10 خط 2 چرا برای سیریس از عبارت ذرات سازنده استفاده کرده؟ ببینم صفحه 10 خط 2. خب ما گفتیم ببینید آیه تقی‌پور، توی جامدهای کووالانسی ما واحد مجزا نداریم، ولی دیگه SiO2 از اتم‌های سیلیسیوم و اکسیژن ساخته شده دیگه. منظورمون این بوده SiO2 اتم‌های سازندش Si و O. منظورم این نبوده که Si و O مجزا کنار هم قرار گرفتن، چون بینشون پیوند کووالانسیه. منظور این بوده که اتم‌های سازندش Si و O هستش. تو آزمون دیروز میانگین درصد نفرات برتر 68 بود. اگر نزدیک 70 زده باشید اوضاعتون خوبه، بالای 70. ببینید خانم دهخانی، بلور هم برای مواد یونی، هم برای مواد مولکولی، هم برای مواد کووالانسی و هم برای فلزیا استفاده میشه. مثال بزنم، نگاه کنید H2O آب تو دمای اتاق مایع است، وقتی که به حالت یخ تبدیل میشه میشه یه جامد بلوری منظم. بلور یعنی مواد جامدی که داخل اون یه نظم مشخص وجود داره. ما میگیم مثلا جامد مولکولی، منظورمون اینه وقتی این ماده از حالتی که هست به حالت جامد تبدیل بشه میتونه یه ساختار بلوری منظم ایجاد بکنه. پس هم یونیا، هم فلزیا، هم مولکولیا و هم کووالانسیا میتونن بلور تشکیل بدن. برای همشون میتونیم اینو بگیم. خانم رنجبر تست 3 قسمت تست صفحه 11. خب نیازی به 4 نیستش. نه خانم رنجبر به نظرم این عبارت مشکلی نداره. خب
خب آقای تقی‌پور ببینید، گرافیت بین جامدهای کوالانسی یه حالت خاصه، یه حالت خاص، یعنی اینکه بینش نیروهای واندروالسه تو بقیه اینطوری نیستش دیگه. گرافیت یه حالت خاصه جامدهای کوالانسیه. ما نمیتونیم به گرافیت بگیم جامد مولکولی، اصلا نمیتونیم بگیم، یه ماده کوالانسیه، جامد کوالانسی، ولی بین لایه‌هاش نیروهای واندروالس داره، یه حالت غیر عادیه. این لفظ شکننده برای گرافیت درسته؟ بله. گرمای سوختن گرافیت ربطی به آنتال پیوند داره؟ بله داره. ببینید خوب دقت کنید، بین الماس و گرافیت، به خاطر اینکه توی گرافیت آنتالپی پیوندها بیشتره، ما قبلا گفته بودیم اون ماده‌ای که آنتال پیوند بیشتری داره پایدارتره. اصلا یکی از علتهایی که گرافیت از الماس پایدارتره همینه، به خاطر اینکه پیونداش قوی‌تره، مرتبه پیوندش بیشتره. چون آنتال پیوندش بیشتره، برای شکستنش باید با انرژی بیشتری صرف کنیم، پایدارتر میشه. اون ماده‌ای که آنتالپی پیوند بیشتری داره، در هنگام تشکیلش انرژی بیشتری آزاد میشه و پایدارتر میشه. ربط داره آیه امید. توضیح دادم آیه کی بودین؟ آیه امیر آرش. گفتم خدمتتون توی گرافیت هر یه اتم کربن یه دونه الکترون آزاد داره، میتونه با یکی از کربن‌های کناریش پیوند کوالانسی بده. یعنی با یک کدوم از پیوند، با یکی از اتمای کناری کنارش پیوند دوگانه برقرار میکنه. از سه تا پیوندی که هر اتم کربن توی ساختار گرافیت داره، یکیش دوگانه است، میتونه با اونها پیوند دوگانه برقرار بکنه. نه آیه سپه، مرتبه پیوند یعنی یگانه، دوگانه، سگانه. آنتالپی پیوند یعنی انرژی لازم برای شکستن پیوند. هر چقدر مرتبه پیوند بیشتر باشه، آنتال پیوند هم بیشتره. سگانه قوی تر از دوگانه است، پس اونی که مرتبه بیشتری داره، شکستنش انرژی بیشتری باید صرف کنیم، آنتال پیوندش هم بیشتر میشه. خب آقای رضای سال مشاوره‌ای پرسیدن، میگم من خیلی زیاد توی شیمی تست زدم، تو آزمونا معمولا خوب جواب میدم، ولی امسا تو آزمونه قلمچی با اینکه بالا میزنم ولی تراز خیلی پایینی میگیرم. خب آیه رضا، ما امسال یه مشکلی تو آزمون قلمچی‌ها داریم به نام تقلب. متاسفانه بچه‌ها تقلب میکنن، شاید مثلا 10 تا 15% بچه‌ها تقلب میکنن. شما به درصد خودتون دقت کنید. من دارم میگم توی آزمون قبلی قلمچی اونایی که مثلا بالای 75 میزدن خوب بود، توی این آزمون دیروز بالای 65 خوب بود. حالا میتونید بعد در آزمون از من درصد مناسبشو بپرسید، چون بقیه بعضی از بچه‌ها متاسفانه تقلب میکنن، ترازا ترازای واقعی نمیشه. خب آقای خلیلی، قطبیت SiC خیلی کمه. الکترونگاتیوی Si و C خیلی با هم دیگه فرقی نمیکنه. قطبیت SiC بسیار بسیار کمه. یعنی چون Si و C توی یه گروه هم دیگه خیلی با هم فرق نمیکنن. ولی دقت کن که O بعد از F دومین نافلزه. بر همین این قطبیت پیوند SiO خیلی زیاد میشه. آقای اومی، 6 بعدی از کجا اومد؟ 3 بعدی. ما یا 3 بعدی داریم یا 2 بعدی. 6 بعد از کجا اومد؟ 6 ضلعی؟ نه 6 ضلعی غلطه. ما این ساختار 6 ضلعی رو برای گرافن و گرافیت و برای SiO2، حالا بعدا یه جمع‌بندی میکنم بهتون میگم، تو قسمت بعدی بهتون میگم، برای الماس نمیتونیم بگیم 6 ضلعی، نه نمیتونیم بگیم. آقای رحیمی، ببینید ما همیشه آزمون دیماهو یه ذره ویژه تر میدیم. الان ما روالمون تو آزمون قلمچی اینه که تو آزمونای تا عید آزمونا متعادله و آزمون هفته فروردین هم آزمون متعادلیه، ولی آزمونای بعد از عید یکم مشکل تر میشه و دیگه اون چند تا آزمون جامعه آخر دیگه شبیه کنکور میشه. یعنی با یه شیب داریم نزدیک میشیم به سطح دشواری کنکور. تا عید آزمونا متوسط، هفته فروردین هم متوسط، ولی بعد از عید دیگه آزمونا مشکل تر میشه. خب آیه خلیلی، ببینید قاطی نکنید اینا رو با هم دیگه. من که این 6 ضلعی رو گفتم، اصلا نگفتم. ببینید شما SiC، Si و الماس توی اینا هر یه اتم به 4 تای دیگه متصل، این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. این برای این چند تا ماده. SiO2 حلقه های 6 ضلعی تشکیل میده. توی گرافن و گرافیت هم حلقه های 6 ضلعی داریم، ولی برای SiC، Si و الماس نمیتونیم اینو بگیم. بله توی فصل 3 و 4 هم ما تستای سخت داریم حتما. شبکه قولاسا برای گرافیت درسته، ولی
بعد بگیم قولاسای دو بعدی. آی امید بعد بگیم قولاسای دو بعدی، نه بعد بگیم سه بعدی. گفتن که علت منعطف نه شفاف نیستش گراهان. گرافن آیه خانسالی پرسیدن که منعطف بودن و شفاف بودن گرافن. ببین شفافیت به جذب نور ربط داره، به خاطر اینکه یه تک لایه است، برای جذب نورش با گرافن با گرافیت فرق میکنه، برای شفافیت ایجاد میکنه. منعطف بودن هم به خاطر اینکه کلا یه تک لایه است، یه تک لایه باشه ما میتونیم به راحتی اتماشو جابجا کنیم. آیه تقریبا من نحوه مرور رو قبلا خدمتون گفتم، هر وقت که میخواد مرور رو انجام بدید از روی کتاب جمع بندی یه بار یاد اون فصل رو سریع دوره بکنید، بعد یه مجموعه تست 20 تایی 30 تایی 40 تایی از اون فصل حل بکنید که مثلا مجازی میتونه بهتون کمک کنه. هر وقت میخواید فصل قبلی رو دوره کنید دقیقاً بعد همین کار انجام بدید، جمع بندی خونده بشه یا کیو آر کد خونده بشه که خلاصه نکاتی که حالا منم روی کانال رفشکار براتون قرار دادم، بعدش یه مجموعه تست حل بکنید، همین کافیه. نمیخواد دوباره بشین یه بار دیگه جزوه از اول بخونید، نیازی به این کار نیست. صفحه 10 نه خانم رنج بر قدر مطلق نداریم، وقتی میگه پایین تر یعنی منفی تر، قدر مطلق نداریم. آقای امیر حسین بله ما انشاءالله قطعا شیمی 12 رو تا ای تموم میکنیم که فکر کنم مثل پارسال تا صفحه 100 توی کنکور بیاد، یعنی ما یه حذفیات امسال هم داریم که حالا ما حتما سعی میکنیم که کلاس جوبانی براتون بذاریم تا قبل از ای تموم بشه. ببینید اونایی که توی مسئله ها اعتماد به نفس کم دارن، من قبلا راهکار گفتم، بهترین راهکار تمرین کردنه. شبی 5 تا مسئله حل کنن و 2 ماه روی این کار تمرین کنن، یه دفعه این جواب نمیده، 2 هفته ای جواب نمیده. ببینید هر شب 5 تا مسئله حل بکنید، میتونید حالا اصلا ظهر همین کار انجام بدید، صبح این کار، حالا میگیم هر روز 5 تا مسئله حل بکنید و این مسائلی که حل میکنید خوب دقت کنید، حتما بنویسید. اینطور نباشه که من سوالو ببینم بعد دارم جوابشو ببینم، حتما بنویسید. این راه حلی که بزنیتون یادو بنویسید، بعد برید جوابشو خوب بخونید و خوبم یاد بگیرید، حتی رو جوابش یه بار دیگه بنویسید. یه 2 ماهی که این کارو انجام بدید حتما تو مسائل بهتر میشید. میتونید برای اینکه یه مرجع خوب برای حل مسئله داشته باشه از کتاب جامعه مسائل استفاده بکنید، هر شب از روم 5 تا مسئله حل بکنید. خب ما تقریبا آیه رضا ملزب در ظرفیت، من خیلی با این فرمولای اینطوری موافق نیستم. آیه امیر آرش توضیح دادم که به خاطر اینکه بعضی از دوستان تقلب کردن به 70 خیلی تراز بالایی نداده. اونایی که در مورد مجازمون سوال دارن، بهترین وقت استفاده از مجازمون از اسفند به بعد، از 15 اسفند به بعد بهترین تایم میشه. آیه خانساری اون که آنتالپی پیوند نکنه، این اتم ها اون که آنتالپی پیوند بیشتری داره پایدارتر میشه، میرسه به سطح انرژی پایین تر، یعنی پیوند قوی تر رسیدن به سطح انرژی پایین تره. آیه خانساری توی ماده های مثل الماس و گرافیت، ببینید تو ماده های مثل الماس و گرافیت که آلوتروپ همدیگه هستن و سوختنشون یه ماده ایجاد میکنه، جفتشون سوختنشون CO2 آزاد میکنه، به خاطر اینکه آنتالپی پیوند گرافیت بیشتره پایدارتره، سوختنش گرمای کمتری آزاد میکنه. دقت کنید که فرآورده هاشون مشترکه، معنی اگه چند تا ماده باشن نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، چون هم الماس و هم گرافیت CO2 آزاد میکردن. من گفتم نه آقای رحیمی، من اصلا مطمئن نیستم، دوره ندید پر کنید که فلانی اینو گفته، دارم حدس میزنم که امسالم احتمالا مثل پارسال حذفیات داریم ولی هیچی قطعی نیست، نرید بگید که من گفتم دوباره. خب توی 15 دقیقه 60 درصد زدم، چجوری آخه این اتفاق میفته؟ من خودم 15 دقیقه 60 نمیزدم. آقای رضا چجوری حل کردی؟ به نظرم یکم سریع حل کردی و شانسی درست در اومده. خب بله ما سعی میکنیم آقای امیر حسین تا اونجایی که بتونیم تا قبل از درس تموم کنیم و اگه لازمه جوابانی هم براتون میذاریم. اونایی که تو تعریف یا مشکل دارن با کتاب جمع‌بندی بخونن. خب
آقای مرادی، اونایی که اسید و باز نرسیده هنوز نگاه کنن، سعی کنن که هر جلسه علاوه بر کلاس آنلاین ما دو سه جلسه آفلاین هم ببینن که به کلاس برسن، میتونن از مشاورای تاملند هم کمک بگیرن که بهتون برنامه بدن. خب سوالاتون زیاد بود، خیلی وقت گرفت، ما بریم بحث بعدیمون. ما گرافن رو گفتیم، میخواد یه 5 دقیقه استراحت بدم بعد شروع کنیم دوباره. یه 5 دقیقه استراحت بچه بکنید، بعد دوباره ما شروع کنیم. میخوایم ساختار سیلیس رو با هم دیگه بررسی کنیم. 5 دقیقه استراحت بکنید.
خب بچه خوب دقت کنیم، ما میخوایم ادامه بدیم توی این قسمت ساختار سیلیس و یخ رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. خب سیلیس با همدیگه ساختارش رو قبلا بررسی کرده بودیم، گفته کتاب درسی در حالت خالص سیلیس شفافه. توی کتاب درسی یه شکلی از سیلیس اومده، حالا به خاطر اینکه رنگش خوب نمیافتاد من داخل پاور نیوردم، توی کتاب درسی یه شکلی از سیلیس آورده براتون، شفافه، سخته و زیباست. خب بعد حالا میخوام ساختار یخ رو با ساختار سیلیس با هم دیگه مقایسه کنیم که یخ هم شفافه و میخوام ساختارش رو با هم دیگه بررسی کنیم. من یه شکل براتون اول رسم کنم قبل اینکه اینو بگم، اگه میشه یه تخته بهم بدید. من ساختار سیلیس رو قبلا براتون رسم کرده بودم، ببینید ساختار سیلیس SI، اتم های SI اینجا قرار گرفتن، بعد بینشون اتم های اکسیژن هستن، O بینشون قرار گرفتن، بعد دوباره اکسیژن های بعدی، به هر یه اتم سیلیسیوم 4 تا اتم اکسیژن متصله. خب این ساختار سیلیس که یه جامد کووالانسیه، فقط پیوند کووالانس داره، تا آخر پیوند کووالانس. حالا ساختار یخ رو ببینید، توی رأس اتم های اکسیژن قرار گرفتند، بینشون اتم های هیدروژن حالا هستش، ببینید اینجا اتم های هیدروژن رو داریم، اینا پیوند کووالانس دارن دیگه. حالا بقیه پیوندها پیوند هیدروژنیه، اینا پیوند هیدروژنی هستن. حالا ببینید ما الان به یخ که اینجا ساختار یخ رو داریم بررسی میکنیم، این یه ماده مولکولیه، این یه جامد چیه؟ کووالانسیه. ببینید کاملا دارید با هم دیگه فرقشون میبینید، این جامد کووالانسیه، تا آخر همش کووالانسه، توی هر حلقه ببینید ما یه عالمه پیوند SiO داریم، 12 تا پیوند SiO، اینجا 6 تا پیوند کووالانس و 6 تا پیوند هیدروژنی، که پیوند هیدروژنی از پیوند کووالانسی ها چی هن؟ ضعیفترن. بنابراین میگیم که این ساختار یه ماده مولکولیه که به راحتی ذوب میشه، نقطه ذوبش پایینی داره و نرمه، به راحتی ما ماده مولکولی میگیم نرم هستن، اغلب نرم هستن، ولی یه جامد کووالانسی میشه، همش پیوند کووالانسی داره، ببینید همش پیوند کووالانسی، سخت، دیرذوب، چگالی بالایی داره و ساختارشون کاملا با هم دیگه فرق میکنن. توی جامدهای کووالانسی تا آخر کووالانس همه چی، ولی تو مواد مولکولی پیوند بین اتم ها کووالانس، ولی نیروی بین مولکول ها نیروهای واندلوارس یا هیدروژنیه. این فرق بین ساختار یخ و ساختار سیلیس. برگردیم جزوه. خب توی مولکول های H2O تو ساختار یخ یه حلقه های 6 گوشه تشکیل میدن، مثل کندوی زنبور عسل. ببین این لغت کندوی زنبور عسل چندین بار داخل کتاب درسی اومده، این لغت کندوی زنبور عسل برای چیا اومده؟ برای ساختار یخ اومده، برای SiO2 اومده، برای گرافن اومده، برای این ستا کتاب درسی از لفظ کندوی زنبور عسل استفاده کرده، یخ، گرافن و SiO2، که گفتیم که توی حالت یخ پیوندهای هیدروژنی هم داریم، اما تو سیلیس همش پیوند اشتراکیه. و توی ساختار یخ قبلا گفته بودیم، نکنه این ساختار یخه، توی ساختار یخ هر یه مولکول آب، ببینید من اینو قبلا گفتم یادآوری میکنم،
توی ساختار یخ هر یه مولکول آب 4 تا پیوند هیدروژنی داره، تو آب مایع بین 2 تا 3 تا پیوند هیدروژنی داره، تو حالت بخار هم تقریبا دیگه پیوند هیدروژنی نداره. بریم صفحه بعد. این ساختارش نگاه کن، این ساختار یخ یه سری فضای خالی ایجاد میشه که این فضای خالی، این فضای خالی رو نگاه کن، به خاطر همین فضای خالیایی که ایجاد میشه وقتی که آب یخ میزنه چگالیش کم میشه و باعث میشه که روی آب شناور باقی بمونه. توی هر حلقه شش ضلعی ساختار یخ نگاه کنید، توی اگه میشه اون شکلی من آوردم بیارید یه بار دیگه، توی این حلقه ما الان 6 تا پیوند کووالانس 6 تا هیدروژنی داریم، ولی توی ساختار SiO2 همش پیوند کووالانس، 12 تا پیوند کووالانس داریم. خب برگردیم که 6 تا پیوند اشتراکی 6 تا پیوند هیدروژنی داره. یه نکته دیگه هم بگم اضافه کنید شما، نکته در ساختار یخ هر اتم اکسیژن با 2 اتم هیدروژن پیوند کووالانسی و با 2 اتم هیدروژن دیگر پیوند هیدروژنی دارد. توی ساختار یخ این شکل صفحه قبل اگه میشه بیارید یه بار دیگه. ببین توی ساختار یخ هر یه مولکول اکسیژن 2 تا پیوند کووالانس داره، 2 تا هم هیدروژنی، حالا با اون حلقه کناری هم دوباره میتونه یه هیدروژن دیگه برقرار بکنه. خب ادامه بدیم. اون نکته بالا رو اگه میخواد بهشون یه بار دیگه بگید که بنویسن. خب بریم صفحه بعد. بریم مقایسه ساختارهای یخ و سیلیس. یخ یه ماده مولکولی از مولکولهای مجزا ساخته شده، ولی سیلیس یه جامد چیه؟ کووالانسیه. که گفتیم این جامد کووالانسی سخت دیرذوبه، ولی ماده مولکولی نقطه ذوب و جوش پایینی داره. پس این سخت سیلیس، ولی یخ، البته تو ساختار یخ هم ما این خاصیت سختی رو میتونیم ببینیم دیگه. من گفتم اغلب مواد مولکولی نرم هستن، بعضیاشون مثل یخ عیده باشی مثلا یخ میتونه مثلا دستم ببره. هم یخ و هم SiO2 شفاف و سخت هستن جفتشون. تو جفتشون حلقای شش ضلعی دیده میشه که شبیه کندوی زنبور عسله. آرایش منظم و سه‌بعدی جفتشون دارن و پیوند کووالانسی بین اتم ها وجود داره تو هر جفتشون. یعنی ما ببین دقت کنید، هم تو مواد مولکولی هم تو جامدهای کووالانسی ما پیوند کووالانسی بین اتم ها داریم. فقط تو جامدهای کووالانسی این پیوند کووالانسی تا آخر هست. تو مواد مولکولی بین اتم پیوند کووالانس داریم، بین مولکول ها نیروهای بین مولکولی واندروارس و هیدروژنی رو داریم. خب ادامه بدیم. حالا تفاوت یخ یه جامد مولکولی، سیلیس یه جامد کووالانسیه. بعد توی یخ با پیوند هیدروژنی به هم متصلن، توی سیلیس تا آخر پیوند کووالانس دارن. توی ساختار یخ بین اتم های اکسیژن و هیدروژن پیوند هیدروژنی هم وجود داره، ولی گفتیم توی ساختار سیلیس فقط پیوند کووالانسی وجود داره. این تفاوتاشونه. سیلیس جامد کووالانسی، یخ ماده مولکولی. ادامه. خب بعد گفتم برای سیلیسی که یه جامد کووالانسیه ما لفظ مولکول مجزا رو استفاده نمی کنیم. این ساختار سیلیس نکنید، این ساختار سیلیس، این حلقه هاست که ما کشیدیم براتون، که به خاطر این پیوند کووالانسی خیلی قوی که وجود داره سیلیس نقطه ذوب و جوش بالایی داره، سخته و دیرگدازه، ولی مواد مولکولی نقطه ذوب و جوش پایینی دارن. توی ساختار یخ اتم های اکسیژن توی رأس حلقه ها قرار گرفته بودن، اما توی ساختار سیلیس اتم های سیلیسیوم تو رأس قرار گرفتن. نکنید توی رأس حلقه ها اتم های سیلیسیوم قرار گرفتن، ولی توی یخ اکسیژن قرار میگیره. ادامه. خب نکنید، من یه مقایسه کردم بین مواد مولکولی و مواد کووالانسی.
تو مواد مولکولی بین شمار معینی از اتم ها پیوند اشتراکی وجود داره، تو جامد کووالانسی تا آخر پیوند کووالانسی داریم ما، و توی مواد مولکولی میان شمار معینی از اتم ها پیوند کووالانس، بعد بین مولکول ها نیروهای بین مولکولی واندروارس هیدروژنی وجود داره، داخل مولکول ها پیوند کووالانس داریم. خب حالا یه جمله خیلی مهمه کتاب درسی، خیلی این جمله مهمه ها، ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند جزء مواد مولکولی به شمار می روند. ببینید گفته ترکیب، نگفته عنصر. عنصر نداریم اینجاها، عنصر نیستش. خوب دقت کنید، اولا گفته ترکیب، ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع اند جزء مواد مولکولی اند، مثال H2O. ولی برعکسش غلطه، اولا نگفته که، ببینید نگفته که همه مواد مولکولی در دما و فشار اتاق به حالت مایعن، اصلا اینو نگفته. یا نگفته همه اونایی که در دمای اتاق به حالت مایعن مولکولین، اینو نگفته. خوب دقت کنید، گفته ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایعن جزء مواد مولکولین. مثلا ما یه ماده‌ای داریم مثل جیوه تو دمای اتاق مایع است ولی عنصره، این گفته ترکیب. من نوشتم نگاه کنید، همه موادی که در دمای اتاق به حالت مایع هستن الزاما جزء مواد مولکولی نیستن، مثلا جیوه. خب بعد دوباره نگفته همه ترکیبای مولکولی در دما و فشار اتاق به حالت مایع، مثلا هاش اف گاز، N2 گاز، CO2 گاز، اینا هم گازن دیگه. این عبارت خیلی تو آزمون ها استفاده میشه ها، ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع باشن جزء مواد مولکولی به حساب میان، این حواستون باشه چون نیروهای بین مولکولی ضعیفن. ادامه بدیم. یه جمله دیگه، تنوع و شمار مواد مولکولی از مواد یونی بیشتره. ببینید بین اون چهار تا جامدی که ما با هم دیگه خوندیم، جامد کووالانسی، جامد یونی، جامد مولکولی، جامد فلزی، از همه زیادتر مادهای مولکولی هن. چرا؟ چون ترکیب های عالی، ما گفتیم مثلا بیش از 10 میلیون ترکیب عالی داریم، ترکیبای عالی مثل آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها، اینا مواد مولکولی هن دیگه. تنوع و شمار مواد مولکولی از همه بیشتره، اول مولکولی هاست، بعد یونی هاست، بعد مواد کووالانسی. نکنید اول مولکولی، بعد یونی، بعد مواد کووالانسی. گفتم این مواد کووالانسی کلا 5 تاست طبیعی هاشون. اغلب ترکیب های عالی جزء مواد مولکولی هستن. یه اغلب داریم، اغلب رو توضیح بدم. گفته اغلب، ببینید مثال بزنم، ما یه ماده ای داریم CH3NH2 متیل آمین، به علاوه مثلا HCl میشه CH3NH3 مثبت Cl منفی، این میشه متیل آمونیوم کلورید. ببینید این ماده قطعا عالیه، ترکیب عالیه، نمک آمونیوم، ترکیب عالیه دیگه، ولی الان یونیه. تو این از این ترکیبات تو ترکیبای عالی داریم، برای همین کتاب درسی گفته اغلب ترکیبهای عالی جزء مواد مولکولی هن. گفته اغلب، به این مثالی که گفتم دقت کنی. خب این از این، یعنی مواد مولکولی از همه زیادتر هم به خاطر اینکه ترکیبای عالی جزء مواد مولکولی هن. و آخرین مورد، آخرین مولد، ببینید رفتارهای فیزیکی. ببینید خوب دقت کنید، به دست من دقت کنید، این دوتا مولکول آب اگه به هم نزدیک باشن حالت یخ، یکم دور بشن مایع، خیلی از هم دور بشن بخار. ما میگیم که رفتارهای فیزیکی یعنی مثلا ذوب، تبخیر، تسعید، انجماد، این به چی ربط داره؟ نیروهای بین مولکولی. ببینید این جامد، بعد مایع، بعد بخار، نیروهای بین مولکولی داره تغییر میکنه. حالا همین H2O توی واکنش تجزیه میشه، H2O میشه H2 به علاوه O2. واکنش یه رفتار شیمیایی دیگه، فعالیت شیمیایی میشه واکنش پذیری شیمیایی. توی واکنش پیوند کووالانسی بین اتم ها شکسته میشه. یعنی ما میگیم که رفتار فیزیکی، رفتار فیزیکی یعنی مثلا تغییر حالت های فیزیکی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی ربط داره. نوعش میتونه هم واندروارس باشه هم هیدروژنی باشه دیگه، نوع میشه واندروارس و هیدروژنی.
بستگی دارد. مثلا تبخیر، جوش، اینا به نیروهای بین مولکولی وابسته است. اما رفتار شیمیایی که میشه، نوع واکنشی که میدن، پیوندی که شکسته میشه، به طور عمده، باز به گفته به طور عمده کتاب درسی، به طور عمده به پیوندهای اشتراکی و جفت الکترونهای ناپیوندی ربط داره. اینو دقت کنید، به ساختار شیمیایی ماده ربط داره. رفتار شیمیایی به پیوندهای اشتراکی و جفت الکترونهای ناپیوندی بستگی داره. که این جمع‌بندی آخرمون تو این قسمت بود. بریم صفحه بعد. خب نگاه کنید، من نوشتم تو مواد مولکولی رفتار فیزیکی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی وابسته است، اما رفتار شیمیایی به طور عمده به پیوندهای اشتراکی و جفت الکترون‌های ناپیوندی وابسته است. خب اغلب جامدهای کووالانسی سختن. چرا گفته اغلب؟ به خاطر گرافیت، چون گرافیت نرمه و شکننده است. اغلب جامدهای کووالانسی سخت و شکننده‌ن، ولی گرافیت نرمه و بر همین گفتیم اغلب. ولی اغلب جامدهای مولکولی چی هن؟ نرم هستن. اغلب مثالش میتونه چی باشه؟ یخ باشه. اغلب جامدهای مولکولی فاقد این ویژگی هستن، یعنی اغلب جامدهای مولکولی نرم هستن. خب گفتم مثال بر این اغلبه میتونه یخ باشه، مثال بر این اغلبه میتونه گرافیت باشه. خب بحث آخر، ببینید من تو اینجا نوشتم براتون که جامدهای کووالانسی نسبت به بقیه ماده ها نقطه ذوب و جوش بالایی دارن. باز یه بار دیگه این نکته رو می نویسم براتون، اگه میشه صفحه قبل رو بیارید. اگه بخواید مقایسه نقطه ذوب و جوش بنویسید، قبلا اینو گفتم ولی باز یادآوری می کنم. اول جامد کووالانسی، بعد جامد یونی، بعد جامد فلزی، آخر با یه فاصله زیاد جامد مولکولی. ببینید برای اینکه ببینید فاصله چقدر زیاده، نقطه ذوب الماس و گرافیت بالای 3000 درجه است، ولی نقطه ذوب آب چنده؟ صفره. یا مثلا تو یونیا نقطه ذوب اناسیل 801، نقطه جوش 1413. یعنی یونیا، فلزیا و کووالانسیا از ماده مولکولیا خیلی قوی ترن، خیلی بیشترن. خب این از این قسمت. میخوام وارد بحث بعدی بشیم، تستا رو منزل حل کنیم، با هم رفعش کار میکنیم. خب بریم ادامه بدیم بحث جدیدمون. ما تا اینجا مواد چی رو بررسی کردیم؟ تا اینجا مواد جامد کووالانسی رو بررسی کردیم. حالا میخوایم مواد مولکولی رو بررسی کنیم. خوب دقت کنیم، تو مواد مولکولی پیوندی که ما داریم پیوند کووالانسه. نیروهای بین مولکولی نیروهای واندروالس از واحدهای مجزایی به نام مولکول ساخته شدن. هدف از تشکیل پیوند کووالانسی چیه؟ برسیم به آرایش هشتایی گاز نجیب، یا بهتره بگیم به آرایش گاز نجیب، چون هلیوم داریم دیگه. کلا تو اینجور سالا حواستون به هیدروژن و هلیوم باشه، این دوتا خیلی مهمن. این که بگیم همواره به آرایش هشتایی میرسیم غلطه دیگه، هیدروژن دوتاییه. حالا میخوایم مواد مولکولی رو با هم بررسی کنیم. بیشتر مطالبی که اینجا داریم شبیه هم مطالبی است که قبلا توی فصل 2 و 3 شیمی 10 خوندیم. حالا یه نکته اضافه داره که الان خدمتتون میگم. خوب دقت کنید، ما توی بررسی مواد مولکولی با مولکول‌های دو اتمی شروع می‌کنیم که خود دو اتمی دو حالت دارن، جور هسته و ناجور هسته. نگاه کنید، جور هسته یعنی هسته ها یکی هن. مثلا مثل Cl2، این کلور دیگه Cl2. یه نکته بنویسید اینجا، یه نکته. ماهیت پیوند کووالانسی نیروی جاذبه بین هسته ها، نیروی جاذبه بین هسته ها و الکترون های پیوندی اشتراکی می باشد. نیروی جاذبه بین هسته ها و الکترون های پیوندی اشتراکی می باشد. ببینید من قبلا این مثال خدمتون گفتم، توی تشکیل پیوند کووالانسی یه همپوشانی داریم، توی این فضای اشتراکی الکترون ها قرار می گیرن، از طرف هسته ها به این فضا نیرو وارد میشه، هسته ها مثبتن الکترون های اشتراکی منفی رو جذب می کنن، دیگه از هم جدا نمیشن.
حالا خوب دقت کنید. ببینید ما از دو تا رنگ قرمز و آبی میخوایم استفاده کنیم. نگاه کنید وقتی پیوند کووالانس تشکیل میشه، ببینید این پیوند کووالانس، دوباره نگاه کنید، پیوند کووالانس تشکیل میشه، الکترون ها بیشتر این وسط قرار میگیرن دیگه، چون دو تا هسته دارن بهشون نیرو وارد میکنن، دو تا هسته دارن به فضای اشتراکی نیرو وارد میکنن، یعنی الکترون ها مجبور هستن بیشتر این وسط قرار بگیرن بین دو هسته. طبق مدل کوانتومی ما برای الکترون ها از قطعیت نمیتونیم صحبت کنیم، از احتمال صحبت میکنیم. میگیم نگاه کنید احتمال حضور الکترون های پیوندی در فضای بین دو هسته زیاده، یعنی بیشتر وقت خودشونو اینجا میگذرونن، بنابراین اینجا میشه رنگ قرمز، اونجایی که احتمال حضور الکترون ها بیشتره از رنگ قرمز استفاده میکنیم. پس اینجاها یعنی بیرون این هسته ها، اینجاها احتمال کمتره از رنگ آبی استفاده میکنن، اونجایی که احتمال بیشتره پس قرمز، اونجایی که احتمال کمتره پس آبی. حالا میخوام ادامه بدم، چند تا مثال دیگه هم از اینا ببینید. خب حالا نکنید مولکول های دو اتمی دو حالتن، یا جور هستن مثل کلور Cl2, H2, F2, N2 اینا جور هستن، یا ناجور هستن یعنی با همدیگه فرق میکنن. پس دو اتمی ها یا مثل همن یا مثل هم نیستن. اونایی که مثل همدیگه باشن مثل Cl2، نکنید کاملا تراکم بار یکسانه، الان Cl2 ناقطبیه، تراکم بار کاملا یکسان و متقارنه. بریم صفحه بعد، یه ناجور هستن با هم ببینیم. نگاه کنید ناجور هسته، این ناجور هسته HCl. حالا بین Cl و H کدوم خاصیت نافلزی بیشتری داره؟ کلور. پس الکترون ها میرن بیشتر به سمت کلور، پس کلور بار جزئی منفی پیدا میکنه، این بار بار جزئی مثبت پیدا میکنه، اینا بار جزئی هن، دلتای کوچیکن، بار جزئی مثبت بار جزئی منفی. اون کلوری که بار جزئی منفی پیدا کرده و الکترون ها رفتن بیشتر به سمت کلور و الکترون های پیوندی وقتشون رو بیشتر اطراف کلور میگذرونن، کلور رنگ قرمز پیدا میکنه، هیدروژن رنگ آبی پیدا میکنه. پس دقت کنید اونجایی که خاصیت نافلزی بیشتره، اونجایی که احتمال حضور الکترون ها بیشتره رنگ قرمز، اونجایی که احتمال حضور کمتره میشه رنگ آبی. به این شکله که ما احتمال حضور الکترون ها رو با رنگ های قرمز و آبی نشون بدیم بهش میگن نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی. این مطلب به مطلب قبلی همون اضافه میشه، قبلا این رو نداشتیم. پس اونجایی که خاصیت نافلزی اون اتم بیشتره، اونجایی که احتمال حضور الکترون ها زیادتره ما از رنگ قرمز استفاده میکنیم، اونجایی که احتمال کمتره از رنگ آبی استفاده میکنیم. اینجا من نوشتم، نگاه کنید توی مولکول های دو اتمی ناجور هسته مثل HCl CONO، مثلا به فکر آبی، به فرمت آبی باشن، مولکولم چی میشه؟ قطبی میشه، یه پیوند قطبی داریم دیگه. این اونی که خاصیت نافلزی بیشتری داره که حالا بهش میگن الکترونگاتیوی، بیشتر به سمت خودش جذب میکنه، بار جزئی منفی پیدا میکنه، نگاه کنید بار جزئی منفی، اون یکی بار جزئی مثبت پیدا میکنه. پس پیوند قطبیه و مولکولمون هم اینجا قطبیه. یه نکته بنویسید، یه نکته، طبق مدل کوانتومی، طبق مدل کوانتومی برای الکترون ها نمیتوانیم از قطعیت صحبت کنیم، نمیتوانیم از قطعیت صحبت کنیم و احتمال حضور الکترون ها در اطراف هسته را بررسی می کنیم، احتمال حضور الکترون ها در اطراف هسته را بررسی می کنیم. خب بریم صفحه بعد. ببینید به این پدیده میگن نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی. عبارتاش مهمه. شیمیدان ها برای نشان دادن توزیع الکترون ها، این لغت ها مهمه، و بررسی تراکم بار روی اتم های سازنده از نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی استفاده می کنن. بررسی احتمال حضور، گفتیم برای الکترون ها از احتمال استفاده می کنیم، احتمال حضور الکترون ها در نواحی مختلف یک مولکول
ما از نقش پتانسیل استفاده میکنیم. اونجایی که احتمال حضور بیشتره، اونجایی که چگالی الکترونی زیادتره رنگ قرمز، اونجا که کمتره رنگ آبی. بریم صفحه بعد. رنگ رو نگاه کنید، شکل کتاب درسیه. اونجایی که نگاه کنید احتمال بیشتره از رنگ قرمز، احتمال کمتره میشه آبی. الان نگاه کنید، گفتیم روی هیدروژن احتمال کمتره رنگ آبی، روی کلور احتمال بیشتره رنگ قرمز. توی Cl2 هم دوباره همینطور، تو فضای بین دو هسته احتمال بیشتره رنگ قرمز، اطراف هسته ها که احتمال کمتره آبی. رنگ سرخ و آبی رو استفاده میکنیم. حالا شاید بگید که آقا چجوری از اینا سوال میدم؟ ما مثلا تو کتاب تستمون اومدیم این لفظ رنگ قرمز و رنگ آبی رو توی سوال آوردیم، چون که برای سوال کنکور و سوال آزمون که رنگی نیستن. مثلا میگم کدومی که از این اتم ها رنگ سرخه، اینطوری بهتون میگم. خب بریم ادامه بدیم، بریم صفحه بعد. خب حالا ببینید، ما مولکولای دو اتمی رو گفتیم، گفتیم دو اتمی ها یا جور هستن یا ناجور هستن، که جور هسته ها متقارنن و ناقطبی هن، ناجور هسته ها قطبی هن، به خاطر اینکه یک کدومشون خاصیت نافلزی بیشتری داره. حالا سه اتمی ها رو بررسی کنیم، مولکولای سه اتمی. خب مولکولای سه اتمی دو حالت دارن، یا خطی هن یا خمیده، که الان توضیح بهتون میدم. اونایی که خمیده باشن الکترون های ناپیوندی رو اتم مرکزی قرار گرفته، اونایی که خطی باشن اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداره. با هم چند تا مثال ببینیم، نگاه کنیم چند تا مثال ببینیم. ببینید پس خمیده یا خطی، این خط خمیده اتم مرکزی جفت ناپیوندی داره، اتم مرکزی. اونی که خطیه اتم مرکزی جفت ناپیوندی نداره. تو سه اتمی ها حالا با هم بررسی کنیم. اونایی که خطی هن این شکلی هن، اونایی که خمیده هن اون شکلی هن. یا کنید سمت راست جفت ناپیوندی داریم دیگه، یا یه جفت یا دو جفت یا یه تک الکترون هم حتی میتونیم داشته باشیم. خب حالا چند تا براتون مثال آوردم از حالت خطی و خمیده، براتون مثال آوردم. مثلا یا کنید اینایی که الان براتون آوردم، حالا چند تاشو میخوام براتون رسم کنم. اینا همشون چی هن؟ ساختاراشون خطیه، یعنی سه اتمی های خطی هن. من براتون چند تاشو رسم کنم. مثلا NO2 مثبت این شکلیه ساختار لوئیسش، NO2 مثبت. بعد SCO این شکلیه که حالا با هم دیگه الان میبینیمش، اینکه CO2 SCO رو رسم کنیم، اینجا یه S داشته باشیم، جفت ناپیوندی. دیگه مثلا N2O این شکلیه. یا خواهیم رو اتم مرکزی اصلا جفت ناپیوندی نداریم، N2O. بعد دیگه اون چند تا دیگه هم آسونن دیگه. اون سه اتمی هایی که رو اتم مرکزی جفت ناپیوندی نداشته باشیم خطی هن. بریم بعدی. حالا خمیده ها رو بررسی کنیم. ببین خمیده ها سه حالته، یا رو اتم مرکزی دو تا جفت ناپیوندی داریم، یا یه جفت ناپیوندی داریم، یا یه تک الکترون داریم. تو هر سه حالت شکل اون میشه خمیده. بکشم براتون، مثلا NO2 یه تک الکترون رو اتم مرکزی میمونه، این خمیده است. O3 SO2 NOCl از اینام این مثال براتون بکشم، مثلا NO2 منفی این شکلیه، NO2 منفی رو اتم مرکزی یه دونه جفت ناپیوندی داریم. یا مثلا NOCl این شکلیه، اینا هم جفت ناپیوندی رو اتم مرکزی یه دونه داریم. یا اوزون هم براتون رسم کنم، O3 یه جفت رو اتم مرکزی داریم. خب دو جفت داشته باشیم، مثلا ClO2 منفی، ClO2 منفی این شکلیه، ClO دیگه. مثلا ICl2 مثبت، ICl دو تا جفت داره. یا دیگه اون بقیه که آسونن دیگه. ببینید این حالت های خمیده هستش. سه اتمی که دو تا جفت رو اتم مرکزی باشه، سه اتمی که یه جفت باشه، سه اتمی که یه تک الکترون داشته باشه.
اینا حالتهای شکل خمیده است تو سه اتمی ها. ببین در حد کتاب درسی، در حد کنکور نظام جدید ما فقط دو تا شکل تو کتاب داریم، خطی و خمیده، که الان من گفتم توی خطی ها همه هر سه اتم روی یه خط قرار میگیرن، توی خمیده هم که اتم مرکزی جفت ناپیوندی داره. این برای اینکه شکلاشون رو با هم دیگه بررسی کنیم، دارم یادآوری میکنم براتون. بریم صفحه بعد. خب توی سه اتمی های خطی ما دو تا مولکول رو با هم بررسی کنیم. خوب دقت کن، دو تا مولکول رو با هم بررسی کنیم. یکی CO2، همه خوب دقت کنن، CO2 بین C و O خاصیت نافلزی O بیشتره. پس نگاه کنید O رنگش قرمز شده، ببینید O رنگش قرمز، بار جزئی منفی پیدا کرده. بعد کربن هم دو تا بار جزئی مثبت. خوب دقت کنید این دو بار جزئی مثبته. نکته اول، نکته بنویسم براتون، دو تا نکته. نکته اول، مجموع بار جزئی روی اتم های یک مولکول باید صفر باشد. ببینید هر یه پیوند یه بار جزئی مثبت و منفی داره دیگه، منفی مثبت، منفی مثبت. پس این کربونه دو تا بار جزئی مثبت باید داشته باشه. بعد نگاه کنید اینا کاملا الان متقارن قرار گرفتن، یعنی اینا همدیگه رو خنسا میکنن. مولکول در کل قطبیه، در کل ناقطبیه. قبلا میگفتیم اگر اتم های متصل به اتم مرکزی با همدیگه یکسان باشن که الان یکسانن، و اتم مرکز جفت ناپیوندی نداشته باشه که الان هم نداره، اینا همدیگر رو خونسا میکنن، ناقطبی میشه. خب پس این توی CO2. حالا نکنید توی کربونیل سولفید که همون SCO هستش، کربونیل سولفید، بعد اسمش هم بدونید SCO کربونیل سولفید. خوب دقت کنید یه پیوند C با O داریم که O به خاطر اینکه از C خاصیت نافلزی بیشتری داره، O میشه بار جزئی منفی، کربن میشه بار جزئی مثبت. بعد کتاب درسی گفته که خاصیت نافلزی کربن و S خیلی با هم فرقی نمیکنه. بنابراین CS تقریبا پیوندش ناقطبیه. پس توی C با O اکسیژن ها بیشتر میان به سمت O، توی C با S هم تقریبا متقارن پخش میشن، که البته این O یکم از حتی از پیوند CS رو به سمت خودش جذب میکنه. البته این در حد کتاب نیست، من دارم اضافه میگم، یه ذره به سمت خودش جذب میکنه. پس یه سمت اون قطبیه، اون ورم پیوند C با S تقریبا ناقطبیه، من باری براش نداشتم. پس در کل مولکولمون قطبی میشه، رنگ اکسیژن قرمز، رنگ کربنم که تقریبا آبی میشه، البته آبی کم رنگ چون یکم شعاعش زیادتره. پس ببینید اکسیژن به سمت خودش جذب میکنه قرمز، کربن آبی. این اسم پیوند C با S قطبیت خیلی خیلی کمی داره، ما دیگه رنگ قرمز آبی خیلی کم براش میتونیم بذاریم، ولی گفتم این اکسیژن حتی یکم از الکترون های S هم به سمت خودش جذب میکنه، ولی کتاب گفته خاصیت نافلزی کربن و گوگیه تفاوت چندانی با هم دیگه نمیکنه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، نکنید توی نقشه پتانسیل حواستون باید به شعاع اتم ها باشه. شعاع کربن از اکسیژن بیشتره، شعاع S از C بیشتره، از O بیشتره، یعنی باید اندازه اتم ها درست رسم بشه. اون الکترون ها توی اون فضای اطراف اون هسته داره حرکت میکنن. پس نکته دوم در نقشه پتانسیل یک مولکول باید شعاع اتم ها را نیز در نظر بگیریم. خب این نقشه پتانسیل دو تا مولکول سه اتمی که البته خطی هم بودن. پس CO2 ناقطبی، SCO قطبی، رنگاشون هم که اینجا مشخصه. بریم صفحه بعد. اگه میخواد تخته بشون باید بنویسن. خب من اینجا یه یادآوری کردم از قطبیت. ما قبلا گفته بودیم هر پیوند قطبی یک بردار قطبیت داره، توی فصل 3 شیمی 10 مفصل من اینو گفتم خدمتتون. اگر برایند برداری قطبیت پیوندها صفر بشه، مولکول ناقطبی، اگر صفر نشه مولکولمون قطبی.
که من نوشتم ساختار لوئیس رو بررسی میکنیم، برای هر پیوند قطبی یک بردار رسم میکنیم، بردار قطبیت از سمت مثبت به سمت منفی. اگر براینده برداری صفر باشه مولکول ناقطبیه، اگر صفر نباشه مولکول قطبیه. اینا رو قبلا گفتیم ها، یعنی این بحث قطبیت الان تو دوازدهم نیست، من دارم یادآوری میکنم، اصلا تو کتاب دوازدهم هم نیومده، دارم یادآوری میکنم برای اونایی که حالا قبلا خوب مطالعه نکردن یادآوری بشه براشون. بریم صفحه بعد. نکنید مثلا من چند تا اینجا مثال براتون آوردم. توی هاش دو او برایندهای برداری صفر نمیشه، مولکول قطبیه. توی ان دو او یه پیوند ان با ان داریم که اصلا بذار من شکل بزرگتر شما ببینید که بهتر ببینید. نکنید توی هاش دو او دو تا بردار قطبیت داریم که همدیگر رو خونسا نمی‌کنن، مولکول میشه قطبی، هاش دو او قطبی. توی ان دو او یه پیوند داریم ناقطبیه، یه پیوند داریم قطبیه، کل مولکول میشه قطبی. توی هاش سی ان دو تا بردار داریم که همدیگر خونسا نمی‌کنن، مولکول میشه قطبی، همدیگر خونسا نمی‌کنن. توی سه او دو بردارا همدیگر خونسا می‌کنن، میشه ناقطبی. ببینید باز یادآوری می‌کنم، راه تستی گفته بودم، گفته بودم که اگر اتم‌های متصل به اتم مرکزی یکسان بود، بذار یه بار دیگه بگم، اگر اتم‌های متصل به اتم مرکزی یکسان نبود، حتی یه دونشون هم فرق داشته باشه، مولکول قطبی. مثل همین SCO، یعنی اگر اتم‌های متصل به اتم مرکزی با هم فرق داشته باشن مولکول قطبیه. بعد گفتیم اگر اتم‌های متصل به اتم مرکزی یکسان بود و اتم مرکزی جفت ناپیوندی هم نداشت مثل CO2، مولکول میشه ناقطبی. اما اگر اتم‌های متصل به اتم مرکزی یکسان بود و اتم مرکزی جفت ناپیوندی داشت، مولکول میشه قطبی، چون برداراشون هم دیگر خونسا نمی‌کنن. خب بعد برای هیدروکربن هم گفته بودیم که گشتاور دو قطبی اغلب هیدروکربن ها صفره، اینو قبلا گفته بودیم. اما بعضی از این ترکیب های عالی مثل الکل ها، اتر ها، اسید ها و استر ها قسمت قطبی دارن. ببینید اینا نوشتم براتون. اگر نکنید نکته اینه، تو این ترکیب های عالی که گروه عاملی دارن، ببینید هیدروکربن ها که ناقطبی، کاری نداریم باشون، تو اونایی که گروه قطبی دارن مثل الکل ها، اتر ها، اسید ها، استر ها، آمین ها، آمید ها، اگر کربناشون یعنی قسمت ناقطبیشون بزرگ بود مولکول میشه ناقطبی، ولی اگر کربناشون کم بود مولکول میشه قطبی. اینجا نوشتم اون قسمت گروه عاملی الکلی، اتری، اسیدی، استری، این مولکولای اون قسمتشون قطبیه، اگر کربناشون کم باشه این قسمت قطبیشون غلبه میکنه و برنده میشه. اگه بخواد عدد بگم، توی الکل‌ها و اسیدهای عالی تا 5 تا کربن اینا قطبیان. خب بریم صفحه بعد، اینم بگیم که این قسمت تموم بشه. خب من جزوه رو بیارم. ما الان رسیدیم به صفحه 26. ببینید من قطبیت رو بررسی کردم اینجا براتون توی صفحه 26 که چند تا مثالم پایین صفحه 26 براتون آوردم، مثال های مختلف که دوباره اینا رو تو شیمی دهم بهتون گفته بودم که قطبیت رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب من دیگه وارد این قسمت ادامه نمیخوام بشم، تا همینجا کافیه. فقط من یه چون الان گفتم یه اشاره کنم تا سر مولکولای سه اتمی خمیده با هم دیگه داشته باشیم. خب نکنید توی ترکیب های عالی، تو ترکیب های عالی هیدروکربن ها که تقریبا ناقطبی ان، توی این اینا رو بذارید من دفعه بعد باهاتون بررسی کنم، چون طول میکشه اینا رو بخوام همه رو بهتون بگم. پس درسمون تا همین صفحه 26 باشه، تا 26 فکر کنم کافی باشه، چون میخوام بقیه رو بگم، میخوام عجله‌ای نگم که کار خراب بشه. پس ما الان نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رو بررسی کردیم، اونجایی که تراکم بار بیشتره و خاصیت نافلزی بیشتره بار منفی میدیم و رنگ قرمز، اونجایی که ترکون بار کمتره خاصیت نافلزی کمتره رنگش میشه آبی، به میگن نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی که برای مولکول های مختلف میتونیم بررسی کنیم. اگر برایند قطبیت پیوند ها صفر بشه، یعنی این پخش اب الکترونی کاملا متقارنه، مولکول میشه ناقطبی، ولی اگر این پخش اب الکترونی متقارن نباشه مولکول میشه قطبی، یعنی برایند قطبیت پیوند ها هم دیگر خونسا نکردن. خب تا همین صفحه 26 بحثمون
فکر کنم کافی باشه. من براتون آزمون روی پنل قرار دادم امروز، هم یه آزمون پایه هم یه آزمون شیمی 12 روی پنل قرار گرفته، آزمون شماره 13 هستش. تکلیف هم که قبلا برای شیمی پایه گفتم، برای شیمی 12 هم امروز به شماره سوالا رو مشخص میکنم که شما حل کنید. لطفاً همراه با من هم کتاب تست رو حل بکنید، هم آزمونایی که براتون رو پنل قرار میگیره رو لطفاً حل بکنید. ما دفعه بعد این بحث مواد مولکولی رو ادامه خواهیم داد، بعد وارد بحث مواد یونی هم میشیم. برای امروزمون دیگه کافیه. اگر با سوالی داشتید میتونید روی کانال رفع اشکال هم بپرسید، ما در خدمتتون هستیم جواب میدیم. سعی کنید که هر شب 5 تا مسئله حل کنید، هر چقدر بیشتر مسئله حل کنید اعتماد به نفس تو مسئله ها بیشتر میشه و میتونید سوال کنکور رو حل بکنید. ما توی کنکور 18 تا مسئله توی رشته تجربی داریم، حالا غیر از کنکور 98 توی بقیه کنکورا، توی رشته ریاضی هم بین غیر از کنکور 99 تو کنکور قبلی بین 12 تا 13 تا مسئله هم توی رشته ریاضی داشتیم. البته کنکور 99 واقعا همه این محاسباتو به هم ریخت. ما جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم، لطفاً جزوه رو خوب مطالعه بکنید. خیلی متشکرم، موفق باشید.